ازدواج کردی، اشتباهی کردی، ما ازدواج کردی. حالتون چطوره بهروز خان؟ ایشالله که خوب و خوش باشین قربان. چقدر لذت میبریم از برنامه ها و چقدر یاد میگیریم. آقا یه ماجرا واسه تعریف کنم، وقتتم میگیرم ولی میخوام فقط بگم این برنامه هایی که شما 20 سال پیش اجرا میکردین الان موقعش آقا دوباره از اول شروع کنید به اجرا کردن. داستانی بین ما ایرانی ها هست، اصلا مصیبتی بین ما هست. آشنایی داشتیم، ایشون به هر حال آقا پسر از یه دختر خانومی، از یه خانومی در واقع خوشش می اومده که ایشون یه بچه هم داشته، جدا شده، عشق و عاشقی و بگیر و بالا و فلان و تشکیلات و اینها. خلاصه موقعی که رفتن برای خواستگاری یه مهریه نجومی، حالا من مبلغش رو دقیق نمیدونم، تاریخ تولد بوده، حالا به هر حال 1360 و چه میدونم چند تایی بوده، مهریه کردن. آقا پسرم خونه نداشته، به هر حال خونه نداشته و پدر اون آقا پسر که آشنایی هست به هر حال با ما دارن اینها، گفته دختر شما طلاست، جواهر کوه طلا باید بکنن به نامش. من 3 دنگ از خونه خودم میکنم به نام دخترتون تا به هر حال این آقا، یعنی پسرش که داماد باشه، یه خونه تهیه کنه و بالاخره بعد اون خونه رو بزنه به نام این دختر خانم. آقا 1 سال نشده عمو، هنوز زیر 1 ساله که دارم بهت میگم، گذاشته اجرا با اجازت، پلیس و پلیس کشون به قول شیرازی ها، ما شیرازی ها هیچی دیگه. گفته آقا مهریه رو که میخوام هیچی، وکیل گردن کلفتم گرفته، عوض 1-2 تا یه خانوم یا آقا استخدام کرده، عوض 1-2 تا وکیلم گرفته انداخته دنبال کار، هم خونه رو میخوام، هم ماشین رو میخوام، هم ملک رو میخوام، هم 3 دنگ از خونه رو که قول دادی و زدی به نام میخوام. این پسرت هم نمیدونم فلان فلان شده اینجوری و بالاخر 100 تا عیب و ایراد هم چسبونده بهش، و حالا بدو تا پات باز بشه. مرد 70 ساله، 67-68 ساله نشسته میزنه تو سر خودش، گریه میکنه دیگه، میگه خودت بخوان دیگه. به هر حال تو آخرش رو از این به هر حال داستان که خانه از پای بست ویران است، که ما مردا واقعا چه مصیبتی، البته ما به هر حال پرچونه ای ها که نه، ولی خب واقعا داستانی است. و این حرفای عمو بهروز 20 سال پیشش دوباره باید با یه انرژی بزرگتر بیاد الان به هر حال اجرا بشه. بیاین ببینین آقا چه خبره تو این تورم و گرونی، چی کار دارن این مردم میکنن. آقا نوش جونشون این زنا. دمت گرم عمو، خیلی مخلصیم، خیلی خیلی مخلصیم، دوستت دارم قربونت، مراقب خودت باش. چه اشتباهی کردی ما ازدواج کردی. چشم 4 تا
چشم 4 تا، اگر من نکسی چشت 8 تا. مگه عمو فرتونه به شما نگفته بود که داداش قیمت واژن انقدر زیاد نیست؟ مگه نگفته بود عمو فرتونه به شما که فکر نکن هیکلت درشته؟ هیکلت رو دیدی؟ هیکلت رو جون من دیدی تو این برنامه؟ اینو یه کلیپی بود که از یه کلیپی بود از دوستان فرستادن توی واتساپ واسم، برای به خاطر اینکه دوستانی که درست کردن هم اسمشون باشه، من اسمشون گذاشتم اون پایین، ایشالله که دیده باشن، کردیت بوده براشون و مرسی که اینو درست کردن دوستان برامون. راجب داستان مهریه کی داده کی گرفته، همینجور فکر نکن من دفعه اول دارم این برنامه رو این موضوع رو میبینم و خیلی دفعات من دیدم و پخش نکردم و نگفتم، گفتم خب حالا ما که گفته بودیم صحبت کنم، ولی من واقعا دیگه خسته شدم، واقعا دیگه حوصله‌ام سر رفته که من هر چی میگم درست در اومده. آخه نمیشه که روزای اول اون سال اول خیلی مزه داشت، من اینو گفتم درست در اومد، من گفتم درست در اومد، دیدی من اینو گفتم درستم دیگه، حالا 20 سال هر چی میگیم درست در میاد، هر چی میگیم واسه میفرستن کلیپش 8 سال دیگه، 15 سال دیگه، 5 سال دیگه. ولی خانم های عزیز، همونجوری که بارها اون فورتونه بهتون گفته، اصلا ناراحت نباشید، گله عظیمی از مردان مثل گاومیش های ملایم با تستوسترون پر جلوی چششون که جلوی چششون یافته همینجور دارن به سمت ازدواج میرن. اخیرا دیدم که این تابلوها نوشته بود ازدواج. ازدواج اون فورتونه چند وقت پیش گفته بود ازدواج. خلاصه گله کم نمیاد، 8 تا 15 تا گاوم فرار کنن از گله، گله کم نمیاد. حالا فهمیدی کی ناقص عقل داداش؟ اینقدر نگی زن ناقص عقلن و فلان و بیساینا. حالا فهمیدی کی ناقص عقله؟ حالا کم حالا فهمیدی که کی قوی تره؟ اون شونه‌ها رو دیدی؟ ای کلا رو دیدی؟ اونا رو بهشون چپ نگاه کنه وسط خیابون 4 شقه‌ای، ولی وایساده اونجا داره به خاطر که تو نمیدونی که هر بلایی، یعنی تو نمیدونی، هرگز هم نخواهی فهمید که هر بلایی سر مرد میاد از طرف زن نمیاد. زن نه قدرتشو داره، نه ایجنسیشو داره، نه توانشو داره، نه پولشو داره، نه قدرت بدنیشو داره. البته میتونه اسلحه داشته باشه، با اسلحه یه نفر شوتش کنه، اون سایز دی پوینت. هیچ کدوم توانایی هایی که بلا به سر مردی بیاره نداره. من اینکه از پشت با گوله بزنتش یا چه میدونم یه چیز طبقه سوم میسی پرت کنه تو سرش بکشتش، همین قدرت رو بیشتر نداره. اینکه بیاد تو جامعه مرد به زانو در بیاره، اون خریت مرده که مثل گردباد و طوفان میچرخه. خریت مرده که بلا به سر مرد میاره، زن مسئولش نیست. حالا اگه ازش استفاده میکنه نوش جونش. خیلی جای خر وایستاده، من میخوام برم بالا این تپه، بار دارم، دستم پره، چه میدونم ابزار ده اولاق هست، دو تا یابو هست، خب من چیکار کنم؟ با این یابوها قدم نمیذارم که برم بالا، خب میذارم بار رو دوششون هم جادش خودم سوار میشم میرم باش بالا دیگه. خره یابو وایساده، این همه عضله یه ذره یونجه بریزی رفته. اینا همونایی هستند که جواب همونای سوالایی که همیشه مردا از من، زنا نه، زنا داستانشون رو میدونن، زنا هر حرفی در مقابله با این حرفای پرچونه میزنن و گفتن و میزنن به پرچونه و توی شوی پرچونه، اینا همش به خاطر مقابله و جنگ با این قضیه است که این قضیه خراب نشه. و میدونن من همه اینا رو درست میگم، چون بالاخره داستان اونا رو من دارم میگم. ولی هم مردا حرفای زنان رو تکرار میکنن، مثل واژن‌های صورتی و سخنگو. وای پس آینده چی؟ من تنها میشم. تنهایی پس چی؟ آدم میاد تو خونه، وقتی از سر کار آدم میاد تو خونه، اینجوری نگاه میکنه میبینه هیچی نیست تو خونه، خونه خالیه، خونه خلوته، چی کار کنم؟ برم رادیوی نسل جوانان ناله زن رو گوش بدم که ناله های نسل جوان رو واسم پخش میکنه؟ نست چی میشه؟ آینده چی میشه؟ وقتی من پیر شدم کی میخواد یه لیوان آب به دستم بده؟ همه اینا سرت میاد به خاطر که اساساً و ذاتاً، بگم اون کلمه رو نمیگم، آقا اون کلمه رو هستی. چرا؟ به خاطر که تو فکر میکنی که اولا که هیچ زنی مخالف با این که هیچ زن دیگه ای بچه درست کنه نیست. ببین دو تا کلمه هیچ گفتم، هیچ مساوی صفر ریاضی. هیچ زنی
مخالف این که هیچ زن دیگه بچه درست کنه نیست. چرا؟ چون که طبیعت زنون است. شما میخوای ازدواج کنی بچه دار بشی، مادرت موافقه، خواهرت موافقه، همه زنها موافقن، تلفن بزن یه زن غریبه در جنوب آفریقا موافقه، در مسکو زنگ بزن سوال کن موافقه، تو هندوستان موافقه، عرب اسرائیل زنگ بزن موافقن، آمریکا و اروپا موافقن، همه جارجانتون جنوب ما همه موافقن که شما زن بگیری، نسل میره جلو، از تنهایی در میای، پیر میشی، یه نفر میخوای همراهت باشه. عشق پس چی؟ مگه همه ازدواج نکردن؟ مگه پدر مادر شما ازدواج نکردن؟ اگه پدر مادر ازدواج نمیکردن، بعد تو چه دوری به دنیا میومدی؟ همه تو حروم زاده هستی. و مزخرفات قبیله این، هیچ زنی مخالف این نیستش که شما ازدواج کنی. تو هر جوری تو بخوای تو خودت تو چاله بندازی، هیچ کدوم از آدمایی که اینجا هستن نمیان بگه مادر ما مخالفت کرد ما گوش ندادیم. گذشته از اون که بعضیا پدرها هم کلمه کلی پدر رو چون گفتم برتن بر نخوره بهتون، همه منظورم نیست، بعضی ها واقعا پدرهای خوب و پدرهای فهمیده هستن و جلوی راه خودشونو میبینن. حالا اگر ازدواج هم کردن و مال زمان قدیم بوده اینا، فهم و شعور دارم و به پسراشون میگم، منظورم همه نیست، ولی خب خیلی از پدرها اصلا کاری به این قضیه ندارن. یه پدر احمقی رو من شنیدم داشت میگفت، این یکی میگفتش که پدر من گفت که من خونم رو به نام میکنم که مبادا این دست دوم 800,000 مال کار کرده از دست پسر من بره، دیگه هیچ دختری در این کره زمین راه نمیره که اینجور عاشق باشه، اینجور آینده باشه، اینجور زن باشه، اینجور فهمیده باشه، اینجور مخلص ازدواج و عشق و خانواده باشه. هیچ که دیگه پیدا نمیشه. چرا؟ چون اتفاقا دیده بود دختره یه برای باسن خوبی داره، یا سینش بزرگه، یا یه چیزی در لبولوچه قلوه‌ای داره، احتمالا اومده چهار تا بوس همینه کرده تو مراسم مثلا آشنایی و سلام بابا، و این یارو رو گیجش کرده، دو تا بوس رو گوشش گذاشته، دو دفعه دستش رو گرفته به عنوان پدر، اونم گفته وای دختر منه فلان، یه هایی این احساس درش به وجود اومده که من باید هر جوری هست از این دختر خودم حمایت بکنم. سه دنگ خونه‌ش هم احمق بیشور کرده به نام اون، و طرف چرخید فرو کرد. ای والا به اون خانم چرخید فرو کرد، یعنی وقت نداد دو قدم بره عقب بیا جلو فرو کنه، چرخید فرو کرد، گل عروسی رو سر چرخید فرو کرد، نوش جانش، واقعا نوش جانش. یعنی زرنگ باید باشی بی ملاحظه، خب این روزا کسی ملاحظه انشاره، ولی زرنگ باید باشی، برنامه‌ت مرتب باشه، 100 دفعه اینو تمرین کرده باشی، 40 بال زمین خورده باشی. شما نمیتونی مثل مبارزه کونگ فو یا کاراته یا هر چی، بوکس هر چی، تو نمیتونی پاتو بذاری تو رینگ بوکس 1-2-3 یه دونه هوک به طرف بزنی که در جا بیفته زمین، ناک اوت، دست بالا، شما برنده. کیه که میتونی اینجوری پاشو بذاری تو رینگ؟ کسی که تمرین کرده، کسی که حمایت داره، کسی که معلم داره، کیو میتونه اونجوری بزنه؟ قهرمان بوکس دنیا که اونجوری میتونه بزنی؟ یه احمقی که بهش تدریس کردن، همه بهش گفتن تو باید این کار بکنی، تو باید اینجوری کنی، هرچی گفتن سرت بیاری پایین، اینجا رو امضا کنی، پلیس هم گردن کلفت که میتونه ارتش و پلیس بره از مرزهای کشور، از قوی ترین دشمنان کشور رو حفاظت بکنه، اینجا گردن کلفت میزنن تو سر همون احمق گردن کلفتی که اینقدر بازو داره، میندازن زندون، مهریه رو ازش میگیرن. چرا؟ چون که تو نفهمیدی آقا قیمت واژن چنده، چون که تو نفهمیدی که دنیا جدید شده و تو هنوز قدیمی هستی، چون تو نفهمیدی که اون دوره‌هایی رو و اون تعلیم‌هایی رو و تدریس‌هایی رو که اون زن که پرجنون گفته 12 سال به سنش اضافه کن، اگر هم کلاس تو بود 12 سال به سنش اضافه کن و بعد ببین سنش چقدره. اگر هم کلاس تو بود، ولی کسی که ازدواج کرده، بچه داره، طلاق گرفته، هم کلاس تو نیست که، اون 2 کلاس از تو، 10 کلاس از تو بالاتره. یعنی اون 12 رو تازه شاید بکنی 20 سال اون آدم از تو بیشتر تجربه داره. و معلمانش کیا بودن؟ تو معلمانت کیا بودن؟ همه اینا تو نفهمیدی که اون آدم
کارش با تو چیه؟ فکر کردی که پرچونه، چون قیافش اینجوریه، این قیافه پسره اینجوریه، دماغش مثل دماغ من این شکلیه، دخترها بهش محل نداشتن، حال ندادن، آدمی بوده از خانواده تاریکی اومده و این خانواده درش به اون عشق به خانواده رو یاد ندادن، عقده‌ایه یا نمیدونم پول نداره، دخترها بهش حال نمیدن، من که پول ندارم ولی خب بابام که ما خونه داره، خونه بابام بده. یه احمق دیگر هم من میشناختم که خونه پدریش به نام یه واژنی کرد که اون واژن دهن باز کرد، بلعید خونه و آینده پسرها رو، هنوز داره پول میده، خونه هم نیست، پدر مادره الان کرایه نشینن، چون مقدار حجمه که یه واژن میتونه ببره خیلی بالاست، با معادلات ریاضی میتونی حجم اونو پیدا کنی، نمیتونی نگاه کنی بگی ارزش مثلا یه اینچه، ارتفاعش دو اینچه یا ارتفاعش سه اینچه، پس مثلا این میتونه یه چیز مثلا چه میدونم مثلا 8 اینچی رو در خودش جا بده، نه، میتونه زندگی تو ببلعه. تویی که نمیفهمی که woman is a sometime thing، تو این که به پرچونه گوش ندادی و چرند و پرند گفتی و مزخرفات گفتی، گفتی خب هر کسی یه جوره، گه نظرها متفاوته، نظرها واقعا متفاوته، آدم افراد نظرهای متفاوته، شما چه نظر خود میدید یعنی تحمیل میکنی، نظرها متفاوته، خب آف کورس، وقتی اینجا یه دونه تلفن هست، ایرانیان عزیز منظورم از تلفن گوشیه، وقتی یه گوشی اینجا هست، اگه من نگاه کنم کور نباشم چشم درست ببینه، اینجا یه دونه تلفن، ببخشید گوشی میبینم من اینجا، از اون طرف هم شما نگاه کنید یه دونه گوشی میبینی، از این طرف هم نگاه کنن گوشی میبینن، قبل از اینکه کلمه گوشی زبان فارسی رو تلفن رو تبدیل گوشی بکنه، قبلا تلفن میدیدن، اگه نظرها متفاوته ممکنه نقطه نظرها متفاوت باشه، اگه نظر درست باشه یه چیز میبینی، وقتی دو نفر راجع به موضوع حرف میزنن، سه نفر راجع به خود میزنن، سه تا دنیای متفاوت، نظرها متفاوته یعنی چی؟ احتمالاً یک، احتمالاً همشون به جز یکی، یا شاید هم همشون دارن چرند میگن، همه دو نفر سه نفر اومدن یه مطلب رو دیدن گفتن امتحان کردن، دیگه بقیه هر کی نظرش مخالفه مهم نیست، هر کی نظرش متفاوته مهم نیست، آقا اینجا نوشته A B C D، اینا دلایل قضیه است، پنج نفر اینو دیدن، ده نفر هم امتحان کردن، دیگه حالا شما دلت نمیخواد، نظرت متفاوته، بابات میگه پرچونه عقده‌ایه، مامانت میگه پس نفس چی، پس آینده چی میشه، پس بچه چی میشه، برو این سرت میاد. حالا بازم هزار تا چیز دیگر هم ما گفتیم توی برنامه پرچونه که همینجوری باش برخورد کردن، هزار تا چیز مسئله به تلویزیون دارهای عزیز من گفتم، هزار مسئله به آدم، آقا جون من به یه نفر میخواستم سکیتینگ یاد بدم، همین رولر سکیتینگ، اسکیت چهارچرخی، حالا چهارچرخی که همشون چهارچرخی هم، بعضی کوادن دوتا هم از این بلید، حالا فرق نمیکنیم، حالا کواد سکیتینگ داشتم، بخواستم بذارم، گفتن نکن این کارو، گفتن خیلی فانه، نه من میخوام یاد بگیرم، گفتن نه، گفت چرا، گفتم سه تا چیز من به تو خواهم گفت، یعنی مثل نوستراداموس، مثل پیغمبر، آینده روشنی رو واسش گفتم، گفتن سه تا چیز بهت من میگم برای که بخوای اسکیت رو یاد بگیری، به ترتیب یک دو سه، هر سه تاشو تو گوش نمی کنی و میفتی و در 5 دقیقه اول پای خودتو میشکنی، واسه همین من نمیخوام تو یاد بدم، گفت یعنی چه فلان اینا، تو داری مسخره میکنی، دیدم چون من دخترم اینطوریه، یه دختری بود، گفت چون من دخترم اینجوریه، فکر میکنی دختر اینجوریه، دختر رو زدن، گفتم اصلا مثلا اینجوری نیست، طوری که تو داری به من حرف میزنی، طوری که داری برخورد میکنی، طوری که من تو رو میشناسم، میدونم من این سه تا نکته رو به تو بگم تو گوش نخواهی کرد و خورد میخوری زمین پات میشکنه، دیگه کش نمیدم موضوع رو، همونطور هم شد، گفتم اینطوری باید بیستی، اینجوری باید حرکت کنی، اینو باید بپوشی، خواستی بیفتی این کار رو باید بکنی، هیچ کدوم اون کار رو انجام نداد، من سرم برگردوندم که این بند زانو بندم رو ببندم به پام که منم بیام، دیدم افتاده داره ناله میکنه، نتونستم هر کاری کردم نتونستم جلوی خنده خودم بگیرم، من متاسفم که خندیدم، به درد دیگران نباید خندید و زود خنده خودم رو خوردم، اونم ندید که من خندیدم، ولی خندم گرفت، زود خودم رو جمع جور کردم، بیچاره پاش شکسته درد میکنه، میدونستم که بلا سر خودش میاد، حالا چه بلایی کشید بماند،
مهم نیست، یارو میره، یارو شکمش پر تستاسترونه، میخواد شده به درز دیوار خالی کنه این تستاسترونو. بعد یهویی مادرش میگه من نوه میخوام، یهویی باباش میگه خونه نری عزیزم نداره، من برات خونهمو به نامت میکنم، مسئله نیست، من ارث من مال توه. این هرچی زودتر میتونی با لگد پسرتو فرو کن وسط واژن، طوری که دماغش هم بیرون نمونه بخواد نفس بکشه، و بعد به عنوان زندانی و ادای زندانی بره اونجا. و حالا دیگه جنبش میتو رو هیچ که در دنیا در ایران نمیشناسه دیگه، میتو دیگه معنی نداره دیگه، الان دختره ایرانی یاد گرفتن که میتو چیه، هر کی بهش 15 سال پیش یه نفر دست زده خوشش اون موقع اومده، بعدا دعواشون شده، بعدا نخواسته فلان اینا، الان بیاد بگه میتو. ولی که سر این قضیه دیگه میتو نداریم، سر قضیه مهریه میتو نداریم، بخاطر اینکه خب سیستما موافقت نمیکنن با این قضیه، چون پول میسازه. چیزی که پول میسازه مهمه چند نفر رو له میکنه، مهم اینه که این غلطونک، غلطک، تانک، چه میدونم، تخت سنگ، صخره، غل بخوره از این ور بره اون ور و یه پولی بسازه. چند تا حیوان و مور و مرخ و چه میدونم بز و گوسفند و خرگوش و موش و هر چی این موقع که داره میغلطه اون زیر له میشن که مهم نیست، این باید برسه به اونجا پول در بیاره. تمام دنیا همینطوریه، مرد پول داره و قدرت داره، مرد رو خرش میکنن و پول و قدرت رو ازش میگن. حرکتی که توش گرفتن پول مرد وجود داشته باشه متوقف نمیشه. به خاطر همین هم هست که مردان نباید توقع داشته باشن که با اجتماعات همچنین مذبوحانه و ذلیلی ترحم مردای دیگر رو برای جلوگیری از ابیوز و سوء استفاده شدن ازشون رو توسط قوانین نمیدونم ازدواج و خانواده و مهریه و فلان اینا جلو این گرفته بشه. نمیشه جلو این گرفته نمیشه. قیمت میگن آقا نه 400 سکه نه 340 دیگه ماکسیموم میذاریم. مگه چنده یه واژن که شما 340 باید بدی ماکسیموم؟ ماهی یک سکه بیشتر نه. خب چرا ماهی یک سکه؟ ها اینا رو من گفته بودم، شما نفهمیده بودی و خندیده بودی. حالا بعضی هم خورده بودن، اومده بودن بیرون میگفتن آره این پسر راست میگه. ولی مهم هم نیست که این پسر چند دفعه و چجوری راست میگه یا نمیگه یا آیا اصلا چطور هست. مهم اینه که تو باید تک تک یکی یکی باید اینا رو امتحان کنی برای خودت، سرت بیاد، بعد بیای قصه تعریف کنی. یه احمق بیشوری بود، زنش با شوهرش دعوا داشتن، شوهره بچه نمیشد، میگم زنش، دخترش با شوهرش دعوا داشتن سر قضیه که میگو من بچه نمیخوام و فلان اینا، و زن فشار میابود که من بچه میخوام و اونا دعواشون شده بود اینا. اون احمق از اون ور دنیا گفته که عیب نداره، شما اگر به دامادش گفته اگر شما بچه رو بذارید به دنیا بیارید بفرستید من بزرگ میکنم. تازه مردم بود، ظاهرا البته مرد بود، کسی بود که زیر لایه لایه واژن 40 سال خوابیده بود، تمام وجودش صورتی بوی ماهی میداد، ولی کاری به اون نری، ولی گفت خواهیم نره، شما نمیخوای بچه، حالا دخترم بچه میخواد، ام نداره، من زندگی شما نمیخوام خراب بشه، ولی بچه خیلی خوبه، نمیدونم نعمته فلان بیسال اینا، شما بذارید من بزرگ میکنم. یعنی اون مادری که داشته خودشو میکشه بچه بخوام، چون شوهرش موافق نیست بچه رو بذارد، بعد بفرسته پدرش بزرگ کنه اونو تا که اون موقعات زنده بمونه که اونو بزرگ کنه. یعنی اندازه مغزش به اندازه مغز مربوط نیست، چون الاغ هم مغزش خیلی بزرگه، و اندازه فکری که اون آدم کرد و اندازه معنی و منطقی که تو مغز اون آدم وقتی این چرند رو گفت پروسس شد، به اندازه که یه مورچه که خیلی عاقله به اندازه یه حرکت کوچیک دم به یه مورچه هم انرژی نگرفت و منطق نگرفت، هیچی نگرفت، به خاطر که مردم کاری به اینا ندارن. قرار بچه‌ای تولید بشه، یکی از دوستامون میگفت this is a human project، کره زمین، زندگی تو این دنیا human projecte، یعنی همه هستن که human تولید کنن، همه هستن که بچه تولید کنن، projecte، زنها با تمام قدرت هم بچه تولید کنن و
بقیه بازی ها رو حالا در کنارش میکنن انجام میدن یا نمیدن، به هیچی کار ندارن. بارها من گفته بودم تو شوی پرچونه که به فکر نکنید وقتی زنی میاد تو زندگیتون و ازدواجی انجام میشه یک نفر روی این کره زمین با شما موافقه. از بیرونیا که جامعه و دولت و نمیدونم و در همه جای دنیا جنگ سیاسی، بحث سیاسی سیاسی نیستا، همه جای دنیا رو دارم میگم، دولت همه جای دنیا، جامعه همه جای دنیا موافق شما بچه بذارید، چون باید صبح زاد بلند تو داری میزایی یا زن نمیزاد تو میزایی، تو بچه بذاری بلند شی ساعت 6 صبح بری سر کار تا آخر عمرت پول به چرخه، اونا که موافقن. میمونه دور برای خودت، دور برای خودم یک زنا که همشون دوست دارن بچه داشته باشن که هیچ بحثی نیست، مادرت هم موافقه. مگه ببین زن چه چیز عوضی باشه، چه آشخالی باشه، چه آدم پستی باشه، چه چیزی باشه که اصلا سیاست هم نداشته باشه که پستی کثافت خودشو بپوشونه میونه دو تا رفتار قشنگ مامان جون اینجوری مامان جون اینجوری فلان. چی بشه که مادر پسره از عروسه بدش بیاد و زاییدن بچه، زاییدن اون رو مثلا مخالف باشه باش؟ خیلی به ندرت. موافق تو هیچ کس نیست، همه دارن کارشونو که زاییدن بچه است رو تعقیب میکنن. بچه که زاییده شد مسئولیتش تا مرگ تو به تو واگذار شد، بعد دیگه حالا یکی میخواد طلاق بگیره، یکی با تو خوشش نمیاد، یکی اختلاف نظر دارن راجبه این که خب رنگ خونه دوستاش اینا، اون میگه من گوشیمو اینجوری نکنم، میگه من گوشیمو اینجوری میکنم. بعد این چرت و پرتا دیگه پشت سر اینه که تو زاییدی و زنت دیگه کنترل کامل به تو داره و بخوای نخوای باید خرج بکنی. اگر اینقدر وجدان داشته باشی، اینقدر شرف داشته باشی، اینقدر مردونگی و انسانیت داشته باشی، وقتی بدونی یه بچه هست اون بچه رو تنها نمیذاری. اون بچه گذشته از تمامی که تو چقدر آدم احمق نادونی هستی و چقدر کم پرچونو گوش دادی و با کی طرفی و دوروریا چقدر احمقن، همه اینا بماند، تو یه بچه ای داری که وظیفته و باید شرافت خودتو نشون بده اون بچه رو نگه داری. یعنی مجبوری، یعنی همون چیزی که همه میخواستن شده. منتها قبل از اینکه تمام این مسائل اتفاق بیفته تو بدون هم تنهایی، بعدش هم تنهایی. میگه آقا تو مگه مرد نیستی؟ مگه نمیگی مرد و حرفش؟ تو مگه نگفتی این خونه مال این خانومه؟ خب بده بهش دیگه. منم الان میگم تو بده بهش، به خاطر که تو اگه شعور داشتی، عقلت کار میکرد، میدونستی که اگه در دنیای امروز زندگی میکردی میفهمیدی که حالا این خانوم که ظاهرا در این مورد این مسئله که این دوستمون شنوندمون تعریف کردن مستقیما و صرفا صحبت نمیکنم، در مورد همه روابط، حالا یکی که بچه داره، کسی که بچه داشته، ازدواج کرده، بچه داشته، این که نمیاد بگه من مثلا همینجوری بچه داشتم، میگه خب من ازدواج کردم فلان کردم، یا راست میگه یا دروغ میگه، هر چی. این که واضحه. اونی هم که بچه نداره، اونی که ظاهرا حالا رفته دوخته یا رفته از این پلاستیک ها چسبونده که بدن آب میشه، ذوب میشه، مسیر رو میبنده، یا که مثلا هر کاری کرده، یا که نگفته آقا دختر امروزی مای بادی مای چویس، رفته سکسش هم داشته یا حالا هرچی، تو باید بدونی که این آدم داره تو دنیای مدرن زندگی میکنه. دنیای مدرن همه چیزاش مدرنه، فقط نیست و گوشی که نیست که در شما فهمیدیم مدرنه. دنیای مدرن همه چیز مدرنه، دخترش مدرنه، استباجش مدرنه، تعهداتش مدرنه، ازدواج سفید مثلا. این چه چیز احمقانه ایه که یک گله عظیمی از مردای احمق اینو به عنوان آلترناتیو و انتخاب دومی به جای ازدواج ازدواجه. ما با هم ازدواج میکنیم ولی خب آزادیم، هر کسی میخواد بره هر جا. خب هر کسی میخواد بره هر جا دیگه، چون مرضی داری بیا حمال این بشی، فقط چک بنویسی که مثلا تو این دختر دوست داری به خاطر اینکه دوست داری که با تو صمیمی باشه، یا با هر کی خواست بره بخوابه، هر قرار شد که اون بره با هر کی بخوابه، تو ازدواج سفیده، تو بخواستی بری با هر کی بخوابی، خب دیگه اصلا چرا تو خونه تو زندگی کنه؟ حالا اگه این خونه تو زندگی کنه، پس دیگه تعهدات تو چیه برای اون؟ چرا اون نهایت خرج تو رو بده؟ چرا؟ واضحه، به خاطر اینکه تو مرد ناقص عقلی، به خاطر اینکه زنه عقلش کار میکنه و تو عقلت کار نمیکنه. ازدواج سفید رو فرو کردن به مردانی که فکر میکردن میخوان از سیستم قدیمی در بیان و دیگه اینجوری وابسته نباشن. مثلا تو
میخوای ازدواج سفید بکنی که مثلا که چی بشه. این مزخرفی بود که من هر دفعه میشنفتم. اون شخصی که گوینده این حرف بود اگر حوصله‌اشو داشتم 2 ساعت میشستمش میذاشتمش پایین، ولی خوشبختانه خوش به حال اونایی که گفتن و من شنیدم طرف ارزشش رو نداشت، خودم هم حوصله‌اشو نداشتم که بخوام بیافتم به جنش. آخه احمق بی شعور، ازدواج سفید، ازدواج غیر سفید معمولیش هم دوز خودش توش حرفه. حالا تو رسما چون زنت حالا اجازه میده بری با هر کی خواستی بخوابی، کی بود این؟ مثلا این جیجو بود. حالا با زنت هیچی نمیگه، با زنت حالا تو رو دوست داره هیچی نمیگه، یا نه میخواد تو اولاقی باشه که حمالیشو بکنی، خرج خونه رو بدی، هیچی نمیگه. خب تو که قرار بشه با یه دختر دیگه بخوابی دیگه، پس دیگه نمیخوای با این بخوابی که، پس دیگه چرا حمالی اینو بکنی؟ از اون جهت هم این چی بوده که تو مغز اون یابوهایی که ازدواج سفید رو به عنوان یه آلترناتیو و یه قدم مدرنی در ازدواج برای نگهداری خانواده، برای بهتر کردن، مدرن کردن، آرامش بخشیدن به فضای خانواده ازدواج سفید میکنیم؟ خب یعنی چی؟ یعنی تو همون احمقی هستی که به همون کسایی که باید پول میدادی میدی و میدادی و میدی، در حالی که هیچ چیزی هم نمیگیری. زنم هر موقع بخواد با تو قهر میکنه، بخواد با تو آرزو، مگه ازدواج سفید نیست؟ میخواد بمشه دوست پسرش بمونه. وقتی سفید را داری مثلا پیش دوست پسر نمیمونی، سفید مثلا نقطه نقطه دار داری، مثلا تو دوست پسرت مثلا هفته یه بار میتونی بدی، مثلا سفید دایره دایره دار داری، تو میتونی بیاری خونه، ولی موقعی که من باشم تنها باشم نمیتونی بیاری. یا نه هر سه تا این 4 نفری بریم تو تخت خواب. من این سفیدی از کجای مغز کلمه آخه اسم حیف، حیف اسم حیوانا رو من هی بخوام قاطی اینا بکنم، اسم حیوان چرا من میخوام بگم اینجا؟ آقا یه گاوی حیوانی، سیستم تناسلیش اونه، سیستم تولید مثلش اینه دیگه. گاوه نمیرسه گنجش تولید مثل کنه، گنجش هم مثل الاغ تولید مثل کنه و هر چیزی مثل این. آدما خوب اسباب بازی هستن واسه هم دیگه. و اون چیزی که شما الان اینو نشون دادن، این داستان رو من گفتم و اینجا من تکرار کردم براتون، چیزی هست که هرگز تموم نمیشه. این گله گاویش یواش یواش داره یواش یواش خرامان خرامان میره به سمت این کشتارگاهه. هیچ حالیشون نیست، هیچ کدومشون حالیشون نیست. بعضی ها یه خوده یهویی سرشون میاد برای چه خبره اینجا چی بود، این جنازه، این رون بود بردن از اینجا، این کله بود از اینجا بردن، خیلی خواهی دم دم تو سرمون خفش میکنن. سیستمای بزرگ جهانی به کسایی که به مردا اطلاعات و قدرت بدن، و یعنی قدرت انسجام، قدرت فهم خودشون رو بدن، به این سیستما به هیچ وجه کیتر کمک همراهی نمیکنن. همون بینش زیبا و لطیفی که روی ازدواج بوده تو دهه 50 توی تلویزیون آمریکا و هم هر جایی که تو دهه 50 میتونستن تلویزیون داشته باشن، به همون لطافت الان هست. امروز هم روز ولنتاینه، فردا هم روز عشقه، یک هجوم طوفان صورتی رنگی در سر تا سر دنیا روز ولنتاین. یا اصلا نمیدونه ولنتاین چیه، اصلا مذهبش به اون نمیخوره، فرهنگش اصلا به اون نمیخوره، اصلا تاریخش اون نیست، اصلا اون زبان رو نداره، اون اصلا نمیدونه چیه. تا حالا مسخره میکرده، تا حالا میگفته اینا مثلا نجسن، مثلا اینا مسیحیان نجسن، مثلا ما مسیح دست بزنیم نجس میشیم. حالا روز ولنتاین دخترش صورتی بنفش لباسای زیرش ست میکنه، میره خونه دوست پسرش، اونم شکلات میخره واسش، اونم شلوارش در میاره. این سوئرل، این گردباد حماقت همینجوری میچرخه. هیچ کس هم از آدمای مثل اینایی که داشتن هیکلای اینجوری گرفته، من ترسیدم اگه یه کسی من اونجوری داد بزنه سرم، یه چیزی به من بگه، من میترسم فرار میکنم. یعنی یارو اگه دستش به من بخوره من گردنم شکسته. اون سینه ستر و هیکل و اون صدا و اینا همونایی بودن که کلا کج، کلا مخملی کج میشن، ما میسادن اسمت و نمیدونم نجابت و نمیدونم حمایت و نمیدونم معرفت و مردونه که همینجوری این بلا سرشون اومده. اینا همون نسلن، یعنی از همون نژادن، حالا نسل بعدی اونا هستن که ما هستیم دیگه. خب ما هم ما هم تو سرچشمه زندگی میکردیم همینجوری بود دیگه. یهو 8 نفر میرفتن دعوا، یهو 15 نفر میمدن اینجا دعوا. حالا ببین ناقص عقل کیه، حالا ببین ضعیف کیه. و این داستان ادامه دارد تا موقعی که 15 سیسی اکسیژن میاد، 1 گرم شوگر و کاربوهیدرات
میره تو تن یه مرد جدید، یه مقدارم اکسیژن و کاربرد میدادن، هورمون دی ان ای اون میاد دی ان ای اینو تولید میکنه، هورمون اینو تولید میکنه، میافتن به جو هم دوباره همون در تولید. این گفت اینجوری، اون گفت اینجوری، این گفت اینجوری. من میخوام بگم تو خودت بخوام سیک نمیخواد، میخوام سیک بخوام، میخوام چیکار کنم؟ میگم من خرج کردم، من فلان رو از اول، چرا من حال ندادم؟ فلان من رو از اول شروع میشه. این قضیه تموم نمیشه. کسایی که از این قضیه استفاده میبرن کسایی هستن که مومنتریلی در آن واحد، در این لحظه که این برنامه رو میشنوند و برنامه های امثال این رو که میبینید سر تا سر دنیا وجود نداره، فقط اینجا هست، بهتون قول بدم هست، تو یوتیوب هستن کسایی حرفایی میزنن راجع به، تو تلویزیون نیست، هیچ کس نرفت تو تلویزیون و بتونه بمونه که من 8 سال 10 سال 8 سال تو 2001 تا 2009 سال تو تلویزیون موندم، 10 سال تو تلویزیون گفتم اینا رو، از اینجا برو اونجا، از اینجا برو اونجا، از اونجا برام تلویزیون خودمون رو 2010 راه انداختیم، 10 سالم هست داریم اینجا میگیم. مومنتریلی در آن واحد، در این لحظه، اگه جلوی این اطلاعات قرار گرفتی و این اطلاعات رو فهمیدی و امتحان کردی و رفتی، ممکنه شاید بتونی مثل تنابی که انداختن تایچا بیای بالا. به شیپت مربوطه، به دیترمینیشن و ارادت مربوطه، به اینکه چقدر تمرکز داری مربوطه، بازوت قوی باشه، شیپ که گفتم منظورم همه بازوت قوی باشه، شکم 300 کیلو نباشه، بتونی خودت از این تناب بیاری بالا، دستت خسته نباشه، خب بتونی بیای بالا، شاید بخوای اصلا نتونی بیای بالا. به خاطر همین اون داستان عوض نمیشه. منم انقدر احمق نیستم که فکر کنم که چیزی عوض میشه. حالا شکلش ممکنه از حالت مهریه در بیاد، به صورت مثلا تو آمریکا common property هست. What the hell is common؟ یارو درفته پول در آورده، شما هم تو خونه این آقا داری زندگی میکنه، چه common property؟ شما به خاطر که تو تخت خواب آقا میخوابی و اجازه میدی به بدنت دست بزنه، در این خونه داری مجانی زندگی میکنی، 2 سال زندگی میکنی، 5 سال زندگی میکنی، هر چند سال که زندگی میکنی، وقتی از این خونه رفتی بیرون، نصف این خونه مال توه، درآمد این مال توه، این به تو پول بده کاره، برای چی به تو پول بده کاره؟ خب این مگه نرفته سر کار به تو، برای تو پول آورده، این همه خدمت کرده، آدم عوضی بوده؟ مگه آدم عوضی نبوده که رفتار ترکش کرده دیگه؟ خب یه آدم عوضیه که خرجت هم میداده، حمایتت هم میکرده، مواظبت هم بوده، خونه نشین بودی، واسه خود مفت و مجانی زندگی میکردی، یا فهمیدی این آدم چه آدم بیشرف عوضیه؟ خب این در بفرما برو بیرون دیگه، بدهی چیه؟ حالا اگه این میفهمید تو چه آدم عوضی بیشرفی هستی، اگه بودی وقت این میرفت و با اون پول بده کار بودی، این چیه که کامنه؟ از کجا میاد؟ از اینکه مغز مرد احمق به این قضیه فکر نمیکنه. اینقدر دوستان روی چیز هستن، گفتیم باهاشون هم صحبت بکنیم و برصورت این حرف من حرف تکراریه، ممکنه به صورت جدیدتری گفته باشم ولی حرف تکراریه. تعداد آدمایی که نمیفهمن و تعداد آدمایی که میفهمن عوض نمیشه، منتها ما امیدواریم که آدمایی که میفهمن ببینن این برنامه رو. خیلی از آدم هستن که میفهمن ولی در مقابل این مسائل به خصوص برنامه اینجوری قرار نمیگیرن، فکر میکنن تنها هستن. کسایی که فکر میکنن تنها هستن بیشتر زجر میکشن در این مورد. گوشی خدمتتون لطفا، گوشی نگه دارن. کسایی که فکر میکنن تنها هستن در این زمینه ها و اینجور حرف ها، اینجور صحبت ها، که از مادرتون رو، از برادرتون رو، از باباتون رو، از همه کس گرفته مخالفم با این مسائل و فکر میکنن شما داری خلاف جمعن فلا اینا رو میری، اینا فکر میکنن خودشون تنها هستن و ضعیف میشن. وقتی برنامه اینجوری میبینی حداقل میفهمی که تو اگه عقلش داری، اگه شعورش داری، تنها نیستی و راهی هست که تو بتونی حداقل خودت نجات بدی. اون موضوع عوض نمیشه، تعداد احمقایی که تو واژن غرق میشن عوض نمیشه، ولی مومنتریلی اگه اومدی جلوی شوی پرچون قرار گرفتی، با این برادرای خود صحبت کردی، ممکنه بتونی خودت نجات بدی. و ما واسه این اینجا هستیم، یه قرونم پول در نیاوردیم در طول این 20 سال، یعنی اگه به خرج هزینه این 20 سالی که من کردم و نسبت به درآمد بسیار ناچیز و البته کمک‌های مالی دوستانم بوده، همه رو با هم جمع کنی 1/100 هم نشده. برای این اینجا هستم که انرژی که شما به من میدید و انرژی هست که بعضی از آدمایی که هم نسل منن و دوره من هستن قابل میدونن و مهم میدونن و گوش دادنی میدونن این بحثا رو، به خاطر که اولا خودشون فهم شروعشو دارن، دوما اینکه بدونن تنها نیستن،
آدمی که فهم شده و بدونه که تنها نیست، حداقل میتونه خودش رو نجات بده. نه جنگی در کار اینجا و نه حرکتی در کاره و نه اجتماع و نه کامیونیتی و نه حزبی و نه جنبشی. تو خودت میفهمی و خودت نجات میدی. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستید. بهروز جان، من دوست ندارم وسط صحبت ها تماس بگیرم، اما دارن یه کوچولو دیلی داره اون چیزی که من میبینم. خواهش میکنم. ببینید، صحبت برنامه‌تون درباره مهری است، درسته؟ بله بله. من 6-7 سال پیش عقد کردم بدون مهریه. خب. هیچ مهریه ای نداشتم. حق طلاقم دادم به دامزدم، حق طلاق، حق خروج از کشور، حق انتخاب محل زندگی، همه حقا رو مصدری دادم. ده. هر لحظه خواست بدون حضور من بتونه جدا شه، بدون حضور من حتی، بدون هیچ مهریه. و ایشون چه کار کرد؟ میخوام برای افرادی که میگن ازدواج سفید توضیح بدم. ایشون مهریه نداشت، اما سرای عقد گفت سر من کلاه گذاشتی. بله. اما ایشونی که خودش اصرار میکرد عقد کنی، چون زن مظلومه و مرد، زن مظلومه و مرد پلیده و مرد اونو گول میزنه، زن عقلش رو به خیال خودش، مثلا ما عقلمون خیلی ضعیفتره و کمتر، اونا ما رو گول زدن. دقیقا. و همین ایشونی که من حق خروج از کشور بهش دادم، منو ممنون خروج کرد. همین ایشونی که مهریه نداشت، خودش از پله انداخت پایین، پاش کبود شد و گفت من زدمش به دروغ که بخواد منو سرکیز بکنه. کسی که فوق لیسانس داشت، مقصوم بود، همه خانم. اون مردایی که با عرض احترام اینقدر ابله هم خیال میکنن ازدواج سفید، حالا این یه واژه‌ای هست، زنها همش واژه میسازن دیگه. مثلا یه دختره بود مدتی پیش میگفت نگو ما با هم سیکس میکنیم، بگو میک لاو میکنیم. آره. همه چی رو میخوان. ما تو تلویزیون آی پی ام بودیم این سالهای آخر. چقدر هم آی پی ام واقعا به ما محبت داشت. تلویزیون آی پی ام خیلی برنامه پرچونر حمایت کرد، خیلی ممنونیم ما ازشون. آقا ریخته بودن سر ما و سر صاحب تلویزیون و سر مدیر تلویزیون و اینا که آقا این نگه سیکس، این چرا میگه سیکس. آقا مهران هم به من گفتش که آقا نگو سیکس، یک کلمه دیگه بگو. میگم باشه، از این بعد اسم سیکس رو میذاریم هماهنگی دیگه، نمیگیم اون زیرش نوشیم فارسی میشیم سیکس مساوی هماهنگی دیگه، هرچی میخواستیم بگیم سیکس میگفتیم هماهنگی. و این چیزی که شما میگی واقعا این میدونم چی میگی، بخاطر که راه گم کنه، این چیز باعث میشه راه هر چیزی گم بشه. و وقتی که تو قرار بشه ترمینولوژی خودتو بذاری پایین و ترمینولوژی کسی دیگه استفاده کنی، بدونی که خود بدونی، به ناخواسته پیرو اون و سیاست اون میشه. یه تریک خیلی قدیمی هست. میبخشی حرفتو قطع کردم. خواهش میکنم. بله، میگن to hide a story make a story. آفرین. و حال این یک چیزی هست که خانم ها میخوان اعمال کنن تو خلق آقایون، حالا واژه ها رو عوض کنن و هر چیزی. ازدواج سفیده بدون مهریه هم یکی از اون چیزاست. ببینید، از دید من که بدون اصلا مهریه، بدون هیچ ازدواج کنم، این همه بدبختی سرم اومد. بخاطر اینکه اصلا ببین اساس قضیه اشتباه است. مثلا که شما چرنگی ازدواجت و اینکه اونجا چه حقوقی دادی، چه حقوقی گرفتی، شما اسوشییت کردن و این کوهابیتیت کردن با زن رو اگر واردش بشی مشکله. از هر جهتی تو بخوای پنجره رو ببندی، یه پنجره دیگه باز میشه. جلوی هر مشکلی بخوای بگیری، میگن مگه نمیگن آقا با زن دعوا نکن، جر و بس نکن؟ به خاطر که تو هیچ موقع برنده نمیشی. به خاطر که هیچ موقع موضوع دعوای تو با یه زنی هیچ موقع ثابت نمیمونه. موضوع بلافاصله عوض میشه. داد بزنی، آدم عوضی هستی که سر زن داد زدی. اون به تو یه چیزی پرت کرد، نوش جانت. تو یه دونه بزنی تو گوشش، یه آدم هستی که زنو کتک زدی. هیچ موقع موضوع صحبت تو با یه زن ثابت و مورد بحث قرار نمیگیره، همیشه بازنده. به این خاطره که بازنده هستی. ازدواج هم همینه. شما باید به طور کلی دور وایسی. Don't live with a woman. Doesn't matter که اسمش چی، با یه زن زندگی نکن. مهم نیستش که اسم این کار چیه و یا رنگش چیه. با زنی قراردادی نبند که زندگی تو ببر زیر سوال. مهم نیست این کاغذه چه رنگیه و اسم اون قرارداد چیه. This is what I'm talking about. شما حرف آخر و اول زدید. عزیزم بحث نمینه که آدم حتی ازدواج بدون سفید و حتی از دید من هیچ گونه رابطه ای که آدم اینوالو بشه توش، اون رابطه اصلا بدون امضا، بدون چی هم باشه،
هزینه های پنهان مالی روانی و ریسک به ریواردی داره که خیلی خیلی برای یک مرد هزینه داره. اون دختر ممکنه هر لحظه باردار بشه، بیچارت کنه و هزار تا ریسک های پنهانی که داره. واسه همین دوری و دوستی، یعنی هیچ وقت آدم نباید خود شده حتی در یک رابطه، به نظر من مثلا بیشتر از چند هفته یا یک ماه ادامه بده. اون بیش از یک ماه شد ریسکاش میره بالا، یعنی فقط آدم سریع چیزی رو اسکلپین کنه به اصطلاح، نقض کنه تمام، بعدی بله. و یه چیزی هم که این قضیه رو متاسفانه، حرف شما درسته و متاسفانه این یه درد بزرگی هست، اینه که شما یه جنازه میبینی یه جا افتاده، اصلا جنازه نمیبینی، یه استخون، یه استخون یه مرده رو میبینی اینجا افتاده، میفهمی یه آدم مرده بوده، مثلا 60 سال پیش مرده. تو چه میدونی در لحظه ای که اون داشته میمرده چه دردی کشیده، موضوع چی بوده، اینو کشتنش، این حق داشته، این حق نداشته، این آدم عوضی بوده به جزاش رسیده، یا آدم هم که بوده محقی بوده که 4 تا آدم عوضی اینو کشتن، این درد کشیده نکشیده، این موفق شده اونا رو کشته بعد خودش مرده از خونریزی. تو که نمیدونی، تو یه جنازه میبینی اونجا افتاده، این جنازه متعفن رو باید دفنش کرد. این داستانی وقتی که تو میری به عنوان یه کیس دعوا، بذار من این دوتا گوشم در بیارم، به عنوان یه کیس دعوا، یه موضوع مورد دیسپیوت، وقتی اینو میبری جلوی قانون و دادگاه، دیگه این که تو چی گفتی من چی گفتم مهم نیست، دیگه الان اینا نگاه میکنن، ما باید این زن و مرد تا اونجا که ممکنه به سرعت هستم دیگه جدا کنیم، همدیگر نکشن، بلا سر همدیگه نیارن، پلیس اول میاد آدمی رو که میتونه بیشتر به اون ضرر بزنه، یعنی مردو، کاری ندارن که زنه تفنگ داره یا مثلا میتونه با جاسیگاری پرت کنه جمجمت رو تدنس کنه، تو چون بازود یه خود بزرگتره در بعضی موارد اون مرده رو میبره از اونجا دور میکنه، دادگاه میگه شما باید جدا بشید، خب حالا قوانین چی میگه، اینگه این پول آقا مال شماست، دیگه اون استخون اون جنازه رو طبق سنن و آداب و رسوم چارش میکنن و دفنش میکنن، کار نداره اون چجوری مرده. به خاطر همین تو نباید جایی بری که بیفتی به یه جایی که بعدن یک کس دیگه، شما مثل این آقایونی که اونجا رفته بودن لباس زندانی پوشیده بودن، وایسی دم در یه آدمی اونجا نهارشو خورده داره اینجوری داره لای دندوناشو میک میزن، چه خبر اینجا داشت، مهریه دادن، خب مهریه خوبه دیگه، مهریه دادن دیگه، چیکار کنم حالا من، برم زنه رو دستگیر کنم، پول ندم، پول بدم، برم با دادگاه دعوا کنم، اینا چی میگن اینجا وایستادن، میخواستی ندی مهریه، میخواستی بگی آقا تموم کن این قضیه رو، قیمت زن 5 دلار، 10 دلار، پول 25 دلار، در گرونترین کشورهای دنیا 100 دلاره، دیگه از این بالاتر ما نداریم، مگه که از یه جوری دیگه هم قیمت زن تعیین میشه که اون قیمت خریت، اون خریت مردی قیمت زن تعیین میکنه، ولی قیمت معمولی که از 100 دلار بیشتر نیست، من نمیدونم 14000 نمیدونم 2000 سکه طلا رو واسه چی بده کاره، این مرد است که باید اینو بفهمه، وقتی شدی جنازه تو رو طبق آداب و رسوم دفنت میکنن، کاری ندارن چرا مردی. میبخشید من پارافی کردم، ان شاءالله که مطلبمو تونسته باشم بگم. بله من یه صحبت آخر رو کنم، نوبت رو بدم به دوستان دیگه. مدتی پیش جلوی مجلس، فکر کنم شما اشاره به همین کردید، مجلس ایران تحصن بود، این کسایی که محکوم شده بودن به پرداخت مهریه لباس زندانی پوشیده بودن، نمیدونم کلیپ، بله همون کلیپ بود که ما الان پخش کردیم. بله قیمت اگه بگیم یه دونه استای کم بدن، فقط یه دونه نه بیشتر، تکه الان 12 میلیونه و قیمت یک پراستیتوت خوب تو ایران فکر کنم حدود 1 تومن اینا باشه، 1 تا 2، یعنی ماهانه بین 6 تا 12 تا پراستیتوت در ماه میتونستن استفاده کنن. دختر زیبای جوان زیر 20 ساله، خوش مشرب، خوش لباس، آرایش کرده و به نهایت خودش آماده برای سکس به تو، بله. ماهی 12 تا، بله 12 تا از اون دختر، 12 تا مختلف، هیچ موقع هم 20 سالشون نمیشه، در طول 40 سال آینده هم اگه تو زنده بمونی اونا همیشه سنشون زیر 20ه. بله بله، حالا اگر دبی تشریف بیارن که خیلی کیسای خیلی بهتر از، هرچند من تو زندگی متاسفانه خوشبختانه پول ندادم برای سکس و تایپ من نیست، اما بله خیلی راحت و بهتر و به مراتب ارزونتر در دسترسشون خواهد بود. در مورد سکس هم شما گفتید 100 دلاره عموم جاها، بله، اما بعد از جای دنیا مثل دبی این قیمت به 200 دلار میرسه، اما خب همونه، فرقی نمیکنه بین 100 دلار و 200 دلار، منظور این که به هر حال
هر چی باشه خیلی خیلی کمتر از چیز است. هزینه ای است که یک مرد باید برای یک ارتباط بده. بله. گرونترین پراستیتوت از ارزونترین زن ازدواج به مراتب ارزونتره. شاید مثلا 1% 2% قیمت اون باشه در دقیقه. بله. یعنی به مراتب منظور 80-90 برابر ارزونتر، اینو بگیم. ممنون از برنامه خوبتون و خیلی دوست داریم. ممنون تا لطف کردی که زنگ زدی. دوستان روی زوم هستن، شنوندگان عزیز تلویزیون و رادیوی پرچونه، شما میتونید وقتی که میرید به وبسایت پرچونه روی اون عکس زوم یا باتن زوم فقط تاچ کنید یا کلیک کنید وصل میشید. وقتی ما توی شوی پرچونه در موقع لایوش بین 9 تا 11 یک شنبه شب وصل هستیم روی تماس زوم، شما میتونید بدون که هیچ کاری بکنید وصل بشید. zoom.us رو میرید و زوم رو روی تلفن ببخشید روی گوشیتون نصب میکنین و بعد یا که رو کامپیوترتون و میایید بالا رو زوم. بفرمایید دوستان هستن، خیلی خوش اومدین همگی. سردار بزرگ آقا بروزمان، ما زنبیل زودتر گذاشته بودیم راه انجام خوبی زنبیل گذاشته قربان شما تو سر زنبیل گذاشته بودی یاسین هر آقا ما سریع اومدیم اینا. آقا بروز خدا وکیل انرژی درینک چی میزنی آقا بروز؟ حالا بحث تبلیغ اون شرکت هم نباشه، به ما هم بگو آقا بروز. ما انرژی درینک آقا راحت با هر زاویه‌ای که دلم بخواد تو تختم خوابیدن، هر موقع دلم بخواد میخوابم، هر موقع دلم بخواد بیدار میشم، هر غذا دلم بخواد میخورم، هر موقع دلم بخواد غذا نمیخورم، هر موقع دلم بخواد غذا میخورم، هر موقع دلم بخواد نون خشک مونده رو با یه تیکه غذای خشک شده تو یخچال میخورم، هر موقع دلم بخواد میام بهترین رستوران میشینم برای خودم زندگی. این آرامش مغزی بهت بهترین انرژی ها رو میده. و البته یادتون باشه که در کلاس‌های کونگ فو اورنج کانتی شرکت کنید و اورنج کانتی پرشین مارشال آرت کلاساش باز شده و استادمون آقای مهدی بیباک که خودشون صاحب مدال هستن، کلاسای کونگ فو، کاراته، تکواندو و تمام استادایی که در طول دهه‌های گذشته افتخار آفرین بودن، مدال آور بودن در ورزش‌های رزمی. اتفاقا دوستانی که در اورنج کانتی هستن در این کلاس شرکت میکنن و پارس مارشال آرتس میتونید برید روی فیسبوک و یا یوتیوب ببینید پارس مارشال آرتس. دوستانی که در اورنج کانتی لس آنجلس و این محدوده سان دیگو هستن میتونن تشریف بیارن و به صورت انرژیتون اونجا زیاد میشه. چهار تا که مش میخورین از اون اساتید میفهمید که او وات دی هل لتس رن بیبی. آبروز حالا آقا دو تا مورد الان مطرح شد، یکی در مورد مهریه و اینا بود، یکی در مورد سکس خانم لولو، ما کدومش رو صحبت کنیم آقا بروز؟ اصلا وردینگت مسئله سازه میدونی؟ وردینگی که میکنی خودش مسئله سازه، خودش اومد گفت به پلی ریکوردینگ داشت وکیل میخوای تو میگن این وردینگ این مسئله سازه ریسک است ورده. خب بفهمین از هر کدوم میخوای بگی بگو آقا. ما میام رو مسئله مهریه سریع بگم، حالا همه رو شما آبروز ماشاءالله همه رو کامل تو برنامه‌هایی که از 20 سال پیش گفتین الان یه مرور رو خوب داشتیم، من وارد اون زیاد نمیشم. فقط ببینید مسئله مهریه اصلا سیستمی که هست چقدر پول به گردش در میاره برای اقتصاد یه کشور. میگیم ما میگم نه خوبه نه بد، مثلا کاری ندارم، نمیگم خوبه یا بد، فقط همین الان یه کالکولیتور من الان زدم، به طور متوسط در ایران سالی 100,000 تا ازدواج داره شکل میگیره، یعنی انجام میشه به طور متوسط، هر ازدواج هم حدود 500 میلیون تومان هزینه داره، یعنی از روزی که طرف استارت ماشینش رو میزنه تا روزی که این انگشتره رو، حالا دخترم میگم دیگه انقدر انگشتاش اینجوری چروکه باید این انگشتره رو عین پیچ باید بپیچی بره داخل، این هر ازدواج 500 میلیون تومانه، ضرب در 100,000 بکنی میشه 5×13 = 0. من بلد نیستم بشمارم، خدا وکیل چه رقم من نمیدونم، یعنی در هر سال 5×13 = 0 میلیون تومان پول داره به گردش در میاد، میلیون دارم میگم. حالا هر طلاقی همینو شما باید ضرب در 100ش بکنید به طور متوسط، چون مهریه ها میاد وسط دیگه، یعنی 500 میلیون میشه مثلا 50 میلیارد در میاد با 100 تا سکه. حالا شما حساب کن یه طلاقی ازدواج اینا رو با هم داشته باشی در سال چیزی حدود 5×13 = 0 با یه 5 دیگه با
15-0 میاد وسط، یعنی میشه 25-0 با 28-0. خب میلیون ها این ببین چقدر پول داره به گردش میاد، از قصاب پول در میاره، گوشت برای عروسیه، برای عزاز نمیدونم برنجه، کیک، کتشلوار، بنزین، کفش، اینا همش هست. من اینو الان میذارم بعد در مورد سکس خانم لولو که در موردش صحبت کردی، بعد از این مهریه صحبت میکنم. آره. من نمیدونم، به خدا من دارم عادی دارم صحبت میکنم، نمیدونم چرا اینجوری برداشت میکنم. آقا ذهناتون یه جوریه. من یه خود آدم منحرفی هستم بچه ها، منم که درک میکنم منظور شما رو. من آدم چیزم. آقا گوشی در اختیار شما. ام آف بفرما چی شد پس میخواستی صحبت کنی؟ نه صحبت کردم ها بود، گفتم سکس خانم لولو میذاریم بعدا. سلام. خب دیگه کی هستن دوستان؟ سلام علی آقای رجالی. رایان خوبی؟ مرسی. بفرما. میخوای علی آقا باشه، من دیگه فرصت نمی کنم. نه هرکی دوستان صحبت کنن داریم صحبت. سلام به همه بچه ها. من نظر بهروز رو خیلی قبول دارم. اگه یاد باشه بهروز وقتی 18 سالم بود گفتم یه دختری از اقواممون پیشنهاد ازدواج داده، با پرداخت همه هزینه ها زندگی خوب باید مشورت کردم، اون وقت تجربه الان نداشتم. گفتی حتی اگه همه هزینه هارم بده بازم حماقته. الان تازه دارم میفهمم. شما 18 سالت بود با من تماس گرفتی؟ من از 17 سالگی دنبالت میکنم دیگه. آره. ای بابا شانس آوردم در رفتم پس. بعد حالا یه مسئله دوست دارم مطرح کنم در خصوص همین ازدواج که کمتر پیش اومده مطرح بکنی، چون انقدر ذهنت در مقابل این مستحکم شده این قضیه. ببین ازدواج یا رابطه طولانی فرقی نمیکنه. یه سری امکانات امکانات نه، یه سری مزیت‌های کوچیکی برای مرد داره. خب ولی من میخوام حالا مزیت‌های کوچیکش رو مطرح بکنم. چرا الان با وجود اینکه مثلا هزاران نفر از ازدواج شکست میخورن بازم مردم میرن سمتش به قول خوده؟ آره بخشش خریت است، اما بخشش هم اون چیزای اون چیز کوچیک چیزها نیست، نمیخوام جمع ببندم، چیز کوچیکیه که گیر مرد میاد که من اینجور اسمشو گذاشتم سکس منظمتر نسبت به یه شکارچی ها به طور عموم. خب اما الان من یه مثال میخوام برات بزنم. من الان خود من تا اینجای کار رابطه طولانی مدت بیشتر از چند ماه نداشتم، بیشتر از 6 ماه 7 ماه، مثلا میشه نوندهی که داشت توصیه میکرد. چرا نداشتم؟ چون هرچی بیشتر رابطه را جلو میری با یه دختر اصلا ازدواج رو بنداز سطح زباله. من دارم میگم رابطه هرچی طولانی تر میشه توقعات اونها هم از تو بیشتر میشه به عنوان یه مرد. خب یعنی ازدواج نمیشه همچیزی؟ چرا؟ یعنی میگم اصلا ازدواج که حد خیلی بدترشه، یعنی حتی رابطه طولانی مدتی که اصلا ازدواج سفید هم نیست، اصلا دو نفر دارن میگن آقا مثلا ما friends with benefits هستیم، اصلا fuck friend یا اصلا هرچی. خب حتی friends with benefits هم طولانی مدت بشه توقعات دختر از پسر یا از مرد به مرور میره بالاتر، اما توقعات مرد یه چیزه، ما از زنها یه چیز رو میگه. حالا درسته احساس برقرار میشه، رابطه برقرار میشه، دوستی برقرار میشه، اما چیزی که میخوایم، چیزی که ما رو آروم میکنه، خروش مرد آروم میکنه یه چیزه، ولی خروش زن رو چی آروم میکنه؟ میلیاردها چیز. یعنی یه چیز نیست که ما به زن بدیم اصلا مشکل تو، مشکل من، مشکل پرچونه، مشکل مردا چیه با ازدواج و رابطه طولانی مدت؟ اینه که it's never gonna end. There's no end to it. So you gotta run like a horse. That حالا نمیخوام انگلیسی بگم، همون چیزی که خود داشتی میگفتی، مثل یه اسب بعد بودوی. درسته؟ مشکل اصلیش اینه. و حالا من میخواستم یه مسئله دیگه یه مطرح کنم. حالا کسایی که شاید به این نتیجه نرسیده باشن، کسایی که شنوندن، اون سکس مرتب تر از شکارچی که گفتی رو من هنوز مشکل دارم باهاش. آره میخوام همونو توضیح بدم. میخوام اتفاقا اینجاش خیلی مهمه. ببین الان مثلا من 26 سالمه، دوستای زیاده 26 ساله‌ای دارم که دوست دختر طولانی مدت دارن. اصلا ازدواج انقدر ازش بدم میاد نمیخوام مثالش بزنم، حتی رابطه دوست دختر طولانی مدت دارن. خب مثلا هر هفته حداقلش اینه که هر هفته چندین بار با هم سکس دارن. خب ولی من که الان رابطه طولانی مدت ندارم، مثلا پیش میادش 1 ماه 2 ماه سکس ندارم، سخته برام.
ولی خودم مقایسه میکنم با دوستام که مثلا هر هفته سکس دارن، اما دویدن های اونا رو دارم میبینم. الان مثلا من یه همخونه دارم از من 3-4 سال بزرگتره، این 2-3 روز قبل از آخر هفته که میشه زنگ میزنه به دوست دخترش، لیست کارهایی که باید بکنه رو بدون اغراق و دروغ دارم میگم، لیست کارهایی که باید براش بکنه رو هر هفته من قشنگ یه اتاق با هم فاصله داریم دیگه، زنگ میزنه میپرسه یادداشت میکنه، یک روز مونده به یعنی جمعه میره کارها رو انجام میده، خریدها رو میکنه. ببین شاید یکی بگه این فقط یه مثاله، من هزاران مثال از اینا میتونم براتون تعریف کنم از دوستای نزدیک خودم. ببین خرید ماشینش رو براش انجام میده، خریدای خونه‌ش رو براش انجام میده، ببرتش دانشگاه، از دانشگاه بیارتش، تک تک درس ها رو این دختر خانم که من ندیدمشم حتی، درساش رو تک تکش رو این دوست من براش میخونه و بهش یاد میده و تکالیفش رو مینویسه. اصلا یه رابطه کاملا دسپرت، یعنی من بهش میگم که ارزش این رابطه انقدر میارزه که تو خودت انقدر کوچیک کردی، یا دوست دیگه هم سر یه رابطه دوست دختره حالا مثلا 2-3 ساله‌ای که داشت مسیر زندگیشو نابود کرد. یعنی کسی که قرار بود مثلا بره آمریکا به خاطر یه دختر پشت دفت آلمان، الان افسردگی مفرط گرفته و آرزوی مرگ میکنه. یعنی میخوام بهتون بگم که ببینین بچه شنونده، پول خیلی ارزشمنده، اما چیزی که توی این بازی طولانی مدت مردا از دست میدن و از پولم بالاتره اون زندگی توه، یعنی شخصیت توه، دگنیتیشونه در واقع. آره. ارزش شخصیتی خودشونه که ببینید چه باج بزرگی و چه هزینه و خراج بزرگی رو باید به خاطر چیزی بده که تازه هر موقع دلش خواست دختره میتونه بره. هیچ گارانتی برای هیچ چیز نیست، ضمن اینکه بذار من اینو آتش کنم، هیچ گارانتی برای هیچ چیز نیست، ضمن اینکه هیچ طرف همچین مسئولیت متقابلی نسبت به تو هم حس نمی‌کنه. تو داری دارن راحت، خیلی به کلمه واضح و راحت داری قیمت اون واژن رو میپردازی و هیچ واژنی به این گرونی نیست. خلاصش من یه چیز دیگه بگم برو جا، من میتونم پاسخ رایان جان رو بدم؟ کی هست؟ علی آقا شما هستی؟ من یه جمله بگم بعد پاسخو بشنم. بفهم. من رضا هستم، شیراز بزادت شم. اون یه جمله اینه که بازم در نهایت من اقرار میکنم کسی که وارد رابطه طولانی مدت میشه، نظر منه ها، نمیگم این درسته، من تجربیات خودم و هزاران نفر دیگر دارم سرانجامشون میگم، کسی که وارد رابطه طولانی مدت میشه از نظر مثلا سکس داشتن ممکنه، اونم نه حتما، نسبت به یه آدم مثل من، مثل بهروز، مثل کسی که عاشق شکار کردنه، عاشق مردون زندگی کردنه، ممکنه تعداد دفعاتی که سکس میکنه به طور میانگین بیشتر باشه، من اینو قبول دارم، اما اینم قبول دارم که 100,000 برابر باید بدبختی و توسری خوردن رو تجربه بکنید. یعنی در نهایت میخوام بگم که شاید مثلا یه چیزو به دست بیاری اما هزاران چیزو از دست میدی. برای همینم هستش که خیلی از مردا به نظر من دنبال ازدواج رابطه طولانی مدت میرن، چون فکر میکنن که میتونن از زیر بدبختیهاش در برن، به سر در برن. و ضمناً اگر تمام اون بدبختیهاشو یه نفر بخواد به جون بخره و بگه بله من همه اون بدبختیها رو میخوام به جون خودم بخرم، اون سکس مرتبی که فکر میکنی وجود نداره. و نه تنها به خاطر اینکه زنه ممکن اینو دریغ بکنه ازش و به 1001 دلیل که در خیلی مواقع ممکنه اصلا حق هم داشته باشه، یه زن به دلایلی ممکنه نخواد سکس داشته باشه که قابل فهمه، اصلا خود مردم تمایل دیگه نداره به اون. بعد از مدتی خودش رو در یک زندانی حس میکنه که فرار از اون زندان یه مسئله اخلاقیه، یه مسئله تعهداتی که به دیگران داره، یه مسئله که دیگه خسته است، دیگه پیر شده، پول زندگیش گرفتاره. آمریکایی میگن cheaper to keep her، یعنی نگه داشتن زنه ارزون تر از طلاق گرفتن ازشه، به خاطر همین is cheaper to keep her، میمونن باش به خاطر که ارزون تره. و خیلی از چیزهای دیگه. فکر نکن اون مسئله سکس فقط در ذهن کسی هستش که
هنوز ازدواج نکرده و هنوز نرفته داخل رابطه با یه زن. شما وقتی با یه زنی، دوست دختر هر کسی هست، توی خونه زندگی کنی، میفهمی که بعد از 2 ماه یا 3 ماه اصلا این قضیه سکس یه چیز خیلی تکراری هستش که اون هیجان و پشن و اون ولعی رو که تو برای سکس داری اصلا توش نیست. اون فقط به صورت یه چوریه که اجرا میشه، فقط به عنوان یه چیز مثل غذا خوردن میمونه. شما ممکنه راحت و آزاد هر جایی بری، به هر رستورانی بری، با هر کسی بری، یه جایی بشینی غذا بخوری، یا نه توی زندانی باشی سر ساعت غذا وسط بیارن، سر ساعت وسط غذا بیارن. اون آزادیه وقتی نیست که، اونم از بین میره. به خاطر همینه که مرد و تعهد ازش میگیرن، میندازنش تو چارچوب 1001 جور بدهی و ناراحتی و چه میدونم شرمندگی اخلاقی و اینا، که این نیاد بیرون از اونجا، چون میدونن که مرد نمیخواد بمونه با اون زن. اونو از فکر تو رو کلی بیرون کن، که اون لذتی که تو وقتی با یه شخص جدید هستی یا با زندگیه که بدون زن داری میگذرونی و بعد با یه نفر آشنا میشی یا با یه نفر گاهی اوقات رابطه داری، اون لذت به هیچ وجه تو اون رابطه طولانیه نیست که خیلی نه تنها زنه، اصلا هر دو زن و مرد ازش فرار میکنن. برای ازدواج سفید که شما گفتید، ازدواج سفید منظور اینه که کاغذا رو سیاه نکنیم. منظور ازدواج سفید اینه، کاغذا رو سیاه نکنیم. درست. و عملا خب اینا میگن ما به هم متعهد هستیم و میگن که مثلا به فرض با کس دیگه نمیریم و فقط کاغذا رو سفید نمی‌کنیم، سیاه نمی‌کنیم، یعنی که مهریه رو نمی‌بندیم. ولی برای همون ازدواج سفید هم اگه که خانم وکیل بگیر و بیفته دنبالش به سر پولی داشته باشه، اونو براش مهرالمثل میبندن. مهرالمثل در واقع یه چیزیه که یه جور مهریه است که تعیین نشده و میانگین مهریه دخترهای تو فامیل اون خانوم است. و اینجا من تو ورقای رسمی دولتی و مالی و آفیشال میگن اسپاوس یا دومستیک پارتنر، یعنی اگه تو به کسی زندگی هم بکنی، توی اتاق زندگی، توی خونه زندگی کنی، اصلا این شخص قانونا تو زندگی توه. اصلا کاری نره که ازدواج بشه، چون اونا میدونن که پشت سر این که زن و مرد با هم باشن یه سری فواید به دولت ها میرسه، نه اینکه اون زن و مرد قراردادشون رو کاغذ نوشتن یا ننوشتن. بله درسته. و بعد چیزی که تعیین کننده است ذات طرفینه، ذات اون دختره، ذات اون پسره، که ما قشنگ خودمون حداقل ذات خودمون رو میدونیم. دختر هم حالا زیاد نمیشناسیم، ما پسر رو وقتی به دنیا میایم فکر میکنیم همه خانوما مثل خواهرمونن، همه خانوما مثل مادرمون هستن و اشتباه میگیریم قضیه رو. ذات مهمه و اون ذاته میزنه همه چیز رو عوض میکنه. بعدم یادمون باید باشه ما تمام آقایونی که میگن که ما همه دخترها که مثل مادرمون نیستن یا مثل خواهرمون نیستن، این مسئله به طور کلی هم همینجوری هست. ببین مادر ما و خواهر ما با ما خوبه به خاطری که مادر ماست و خواهر ماست. معلوم نیست که رابطهش با پدر ما چجوریه. وقتی رابطه اون با پدرمون نگاه میکنی، میبینی که هیچ چیز عجیب غریبی مثل و متفاوتی با بقیه نیست. اونم همون توقعات از اون داره، اونم همون چیزا رو به اون میگه، اونم همون جور میخواد اونو کنترل کنه، اونم اگر فلان کارو بکنه خوبه یا بده. اینا همون کلیشه‌ها رو تکرار میکنن. همون مادری که ما میگیم مادر ماست و خیلی خوبه، ما دخترای دیگه که مثل مادر ما نیستن، همون آدم اگه پدر ما مثلا فرض کن وضعیتی نداشت که بتونه زن بگیره، آقا زنش نمیشد. خب پس این ملامت نیست ما به زن میکنیم، بلکه داریم میگیم که سیستم زندگی زن، طبیعت زن به این صورت هستش، و وقتی به این صورته و دنیا داره مرد رو میبره زیر تیغ سلاخی و قصابی به خاطری که از این طبیعت پول در بیاره، باید خود بکشی کنار. مهم نیست اون کی هست. بله درست. من فرصت رو میدم دست دوستان صحبت کنید. یه دقیقه بهروز جان، جواب رایا قطع شدی. آقا رضا بودش؟ بکنم قطع شد. من تا رضا بیاد یه چیز فیدبک بگم. بفرم. نه من قطع نشدم. من یه لحظه جوابشو بفرم. من چون اینترنت ضعیف بگم تون تون. بفرم. اول رایا جان، شما مگر دوربین گذاشتی؟ من شما دوربین گذاشتی توی رخت خوابه، توی اتاق خوابه اون دوستت که میدونی سکسشون منظم
رفتم هستش یا نیستش. اینو من بهت بگم، کسایی که فکر میکنی که ازدواج کردن و سکس منظمی دارن فوق العاده داری اشتباه میکنی. نمونهش فکر نکن، من خودم آدم بودم که ازدواج کردم، مهریه دادم، موضوع برنامه تو کلا امشب من هستم. اینو بهتون بگم، خیلی خوش اومدی. اصلا شما زمانی که ازدواج میکنی نه اون دختره اتنشنر رو دیگه میگیره، وقتی اتنشنر رو نگرفت میاد وقتی اون اتنشنر رو نگرفت میاد اعصاب تو رو خورد میکنه، و وقتی اعصاب تو رو خورد کرد تو دیگه از سکست لذت نمیبری. یعنی آدمی میشی که من با ده ها نفر از دوستان صحبت کردم زمانی که ازدواج کردن اینا، فقط یک شاید ماهی یک بار اینا سکس داشته باشن، و اونم انگار این هست شما یه قرمه سبزی رو یه بار میخوری، دوباره یه بار دیگه میخوری، یه بار دیگه میخوری، هیچ روز نمیری کباب بخوری، یه چیز دیگه بخوری. اینو من بهت بگم، بعدش هم میگم مردا وقتی سنشون از 35 میگذره دیگه دارو لازم دارن به خاطر مثلا جنسیشون که کار نمیکنه، و دارو بزنن. دو طرف اصلا شما زمانی که میری بهروز جان، زمانی که میری برای دادگاه، میری برای طلاق، میری زنا اولین تهمتی که بهت میزنن همینه که میگن شما اون چیزتون کار نمیکنه، میگن شما مشکل جنسی داری. اولین موردی که بهتون میگن همین هست. شما که نمیتونید در حضور محترم دادگاه این قضیه رو ثابت کنید. اصلا ازدواج کردن اصلا سکس منظم نداره. آقا رضا داره درست میگه. آبرو ندارن اکثر با هم. بدنی نیست. رضا جون من اینو خواستم رایان جان از منی که کشیدم این. بذار حرفش رو. رایان جان داشت صحبت میکرد. آره من نخواستم بیام وسط چون گفتم دوست عزیزم صحبتش تمام بشه. اینی که آقا رضا میگه 100% درسته. یعنی بعد از دو سه ماه دیگه اون پر و پاچه و ساق و سم رو دیدی دیگه، یه چیز عجیبی دیگه توش نیست اصلا. تنها کاری که اون سم انجام میده اینه که میخوره تو دهنت. آره همون. بعد بدن تو هم برای دختره همون میشه. یعنی فکر نکن فقط اون از لحاظ سکسی برای تو بی اهمیت میشه، تو هم برای اون بی اهمیت میشی. اون که از اول به بدن تو کار نداشت. میذارم در اختیار بچه ها. فقط نمیدونم کی بود، یکی از بچه ها اومد نمیدونم داشت گلو پاک میکرد و فلان اینا. بابا کار نکنه، یه دو آفتاب آب بریز بره پایین اینا فلان اتاقو نکنه. آقا ما رفتیم ولی گوش میدیم دیگه، دارم میرم بیرون ولی گوش میدم. قربان شما، خداحافظ، موفق باشید. خانم لولو هم بگی دستت با همین فرمون برو جلو، خیلی قشنگ داریم میریم. بروزم من خداحافظ. خداحافظ. عذر میخوام، این موضوع که میگی که وقتی به دادگاه میکشه ابتدای کار در واقع میگن اون کار نمیکنه، اون ابزارت کار نمیکنه، این یک اصلا حربه قانونیه و توی قانون در واقع کشورمون ایران این تعریف شده که اگر که خانومی ناراضی باشه از ابزار شوهرش، ایشون میتونه که بیاد در واقع این شکلی شکایت کنه. البته خب باید به آقای حق بدن در حضور محترم دادگاه نشون بده که کار میکنه یا نمیکنه. یه دادگاهی خوب این که باید اجازه بده که این آقا ببین نشون بده ببینیم کار میکنه یا نمیکنه. نه آزمایش میکنن، واقعا آزمایش میکنن. نه 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 نه، باید ببرن این دو نفر رو توی اتاق. آزمایش به درد نمیخوره. آزمایش مال موقعی که من شما 10 سال پیش پون بگو سرسر. آزمایش یه چیز فیزیکی طبیعیه، علتی که چیز اون داره کار نمیکنه. دیلی داری خورس اینترنت ضعیف بد میرسه به شما. آره ببین ویدیو تو قطع کن با آدیو فقط بیا که بتونی بهتر کشش داشته باشه. آزمایش مال اینی که بگن آقا طرف از لحاظ فیزیکی بدنش خوب هست یا نیست، ولی از لحاظ عصبی که اونو مغزی که اونو آزمایش نمیکنن. شما باید اون آقا رو بذاری بغل یه خانومی که نق نمیزنه، اعصابش خرد نمیکنه، باهاش دعوا نمیکنه، سر هزار یک مسئله موضوع نیمه تمام و با اخم و با یه لباس کلفت پیچیده موقع خوابیدن نمیاد، وقتی میاد گوشیش دستش نیست، چرا 8 ساعت با 300 نفر حرف بزنه؟ من باز نتونستم خودم رو کار میکنه یا نمیکنه. آره ببخشید آبرو، من نتونستم باز خودم رو کنترل کنم. 5 ثانیه میدونستم. خواهجا اونی که میگه چیزش کار نمیکنه، برای زن خودش کار نمیکنه، یعنی برای هر کسی کار میکنه بجز زن خودش. آقا ما رفتی، خداحافظ. درسته. خلاصه حرف من همین بود که امیر خان. من یه صحبتی بکنم بهروز جان. ببینیم بهروز خان چی میگه. بهروز خان خیلی خوش اومدی، چه خبره؟
شما خوب هستید؟ من چه امروز خیلی گرم بود آقا بهروز اونجا. آره واقعا درسته. خوب خبر داری یا اون دفعه هم دوستان میدونستن چه خبره اینجا؟ شما از اون ور دنیا خوب خبره، دما و درجه حرارت اینجا ده. من نمیدونم تو خونه خوابیدم الان بیرون گرمه یا سرده. شما از اون ور خبر داری. درسته. آره من داشتم صحبت های دوستان گوش میدادم. اولا که عذرخواهی بکنم بابت این صاف کردن گلوم، من بودم، ببخشید. دومی که من چند سال پیش یه رابطه‌ای داشتم، 3-4 ساله بود و همیشه اون یه تیکه آخر رابطه رو هم برای خودم در واقع زنده نگه می‌دارم که قراره چه بلایی بعد از ازدواج سر کسی بیاد. و سکس خیلی خوب بود و چون من دست بالا رو داشتم در واقع همه چیز به نفع من بود و یه ماه آخر رابطه در واقع دست بالا رو اون خانم داشت، با اینکه سکس داشتیم و با دیگه از اونجا به بعد دیگه باید با هزار تا ترفند می آوردمش تو رخت خواب و اون روزای یه ماه آخر من هیچ وقت یادم نمیره که سکس چقدر سکس بی حالی شده بود نسبت به قبلش. و حالا بعدن که تجزیه و تحلیل کردیم با پرچونی ها متوجه شدیم که اون قرار بود که کات بکنه، یعنی در واقع اوردی با کسی دیگه شروع کرده بود و می‌خواست مطمئن بوده که من میرم و اینا قرار بره و خلاصه دست بالا رو تو رابطه داشته و اون یه سکس بسیار بی جان، منتها اینکه خیلی هم مضافن اینکه خیلی هم شما در واقع تو اون رابطه بقول همین که دوستان گفتن انقدر زجر میکشید، هر چقدر این جامعه ماها مردای امروزی رو پوسیفاید کرده باشه، ماها مردا رو نسبت به خیلی از مسائل نسبت به مردای سابق در واقع یه خورده نام کرده باشه یا خیلی اون احساسات ما رو نسبت به چیزا بی تفاوت کرده باشه، بازم شما وقتی رابطه به در واقع به ضررت داری میره جلو یا یه رابطه‌ای هست که همونطور که گفتم دست پایین رو داشته باشی، من فکر میکنم این دوباره برمیگرده به اون سرشت مردونه‌ای که از دی ان ای ما میاد، حالا هر چیزی که هست بازم اون در واقع زجر رو خواهی کشید. مهم نیست که چجوری بزرگ شده باشید، چون من الان احساس میکنم خیلی از بچه‌ها، البته یه تئوری خودم بود که نسبت به جنریشن ما این جنریشن‌های جدید یه سری چیزها رو برایشون انقدر بی‌تفاوته که ما میگیم اونا نمیبینن این قضیه رو، ولی در واقع نسبت بهش بی‌تفاوت شدن، چون اصلا فکر نمیکنن که این چیزها توی این داینامیک روابط مرد و زن باید برقرار باشه که شما برایش جذابیت داشته باشید. و یه جورایی اول تئوری این بود که اینا وقتی این چیزها رو نمیبینن زجرشون هم کمتره، ولی الان که دارم بهش فکر میکنم میبینم که اتومات اون مردونگی شما توی اون شرایط قرار بگیری شما رو ایجاب میکنه که در واقع اون مسئله رو با اینکه ممکنه ندونسته باشی ولی اون زجره هستش. متوجه هست لابه روز دارم چی میگم؟ متوجه نمیشم که اون زجری که میگی چیه منظورت؟ ببین یه سری چیزها هست، مثلا شما توی همین دوروبر خودتون هم نگاه میکنی، یه رابطه زن شوهر 5 دقیقه میری توش حالت به هم میخوره، یه رابطه زن شوهر دیگه که یه خورده طرف گیم داشته قبلا یا گیم داره میری بعد از یه هفته حالت به هم میخوره، یا یکی دیگه بعد 6 ماه دیگه. یعنی اینا همین اون مجموعه عواملی که دست به دست هم دیگه میدن چجوری زن و شوهر یا اون دو نفری که تو رابطه هستن با هم دارن برخورد میکنن، کجا قرار شما مرد باشید، اون ضریب مردونگی رو دارم میگم منظورمه، یعنی اون چیزهایی که شما باید رعایت بکنی یا جلوش وایستید به عنوان فاکتورها. خیلی های از ماها پایین‌تر میبینیم اون ضریبه رو، خیلی ها توی شرایطی بزرگ شدن یا توی اجتماعی بزرگ شدن که اون اجتماع مردتر بوده، حالا بسیاری با اون کشورم داره یا شهر رو یا هر چیزی که هست، اون در واقع اون فاکتورها رو کمتر میبینن. یا اصلا خود من قبل از اینکه تو برنامه پرچونه بیام یه سری فاکتورها اصلا بهش دقت نمیکردم، بعدا اومدم تو برنامه پرچونه با اون لنز پرچونه نگاه میکنی به جامعه و میبینی که آقا اینجا رو باید اینجوری برخورد بکنی که مرد نشون بدی خودتو، یا مردها اینجا اینجوری برخورد میکنن، اینجوری عکس العمل نشون میدن، متوجه هستید؟ و این دونه 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 این فاکتورها کنار هم دیگه قرار میگیره که یه پکیجی میشه که شما رو به یه ضریبی از مردونگی میرسونه. و من قبلا فکر میکردم که این تئوری من بود که آقا شما اگر توی جامعه اونجوری بزرگ بشید که اون فاکتورها رو کمتر ببینید زجر کمتری تو رابطه میکشید، یا حالا اون رابطه میتونه ازدواج هم باشه. خب ممکنه که اصلا اون کمتر ببینی ولی دلیل بر اینکه کمتر وجود داره نیست، و بعد از یه مدتی مثل یه آدمی که توی سرما وایساده
هی ناراحته ولی نمیدونه علتش اینه که آب رفته تو کفشش. هی ناراحت ناراحتیه رو میکشی ولی بعد میگه اگه من میدونستم آب تو کفشم رفته خب این هم ناراحتی رو نمیکشیدم. دلیلی که من نمیدونم چی داره من اذیت میکنه، این ندونستنه که چی من اذیت میکنه دلیل برای نمیشه که من اذیت نشم. به خاطر همینه که آدم هرچه زودتر و بیشتر همونجوری که شما گفتی باید چشمشو باز بکنه و ببینه که چیه داره اینو ناراحت میکنه. دنبال کلیشه بله. فرمولا نباشه که به خصوص بزرگترها، پدر مادر، کسای دیگه که توی چاله های افتادن و میخواین تو هم مثل اونا بیای و بدبخت بشی، اونا دارن تو رو تایید میکنن. دنبال تایید نباید باشی. بله آقا بیروز، من یه مثالی بزنم با توجه به کار من، چون من سر ساختمون این ور اونور زیاد میرم. بله. یه چیزی، یه ترندی رو الان من توی شمال دارم میبینم، حالا شهرهای دیگه من نمیدونم، چون تو شمال یه درصد بالایی از مردم یه ارث زیادی، حالا نه که زیاد ولی خب کم و بیش زیادی، از زمین از پدرها و پدر بزرگهای خودشون بهشون میرسه و این داستان ارث خیلی قضیه جدیه و این داستان زمین بهشون رسیدن تقریبا تو هر خانواده از متوسط به بالا باشه یه حداقل 400-500 متر به بالا بهش زمین میرسه چون زمین زیاد. من چون کارم ساختمونه، میرم سر ساختمون و اینا، یه چیزی که دارم دقت میکنم اینه که پروانه ساختمونی رو میارن، در واقع همون جواز ساختمونی رو که میارن ما ببینیم که برای حالا تایید کردن چیزهای مختلفش. یه چیزی رو که من دقت کردم اینه که یه درصد، حالا فکر میکنم از 10-15 سال به این ور که من تو کار هستم، نزدیک از 15% رسیده به 30-35-40% که دیگه مردا فهمیدن که مهریه یه چیزی بی خودیه. البته دولت ما هم اومده یه قانونایی گذاشته که از یه حد به بالا مهریه قبول نیست. حالا اون بحث قانونی شما نمیخوایم واردش بشیم. الان مثلا عرف یه چیزی هلوش 114 تا سکه و 115 تا 120 تا سکه. حالا من بحثم چیز دیگه است. بحثم اینه که الان اومدن نتونستم خودم کنترل کنم. بله. نه 114 تا یه جور میگن که اصلا انگار چون با اون قبله با تاریخ تولد 1360 و 1365 و اینا مقایسه میکردن، یهو اومده 114 تا با یه حالت خیلی افتخارآمیز هم بیان میکنن که یعنی مثلا فکر کنم ما رفتیم چونه زدیم و اینقدر تخفیف گرفتیم و اینجوری. حالا ما که قدیمی مدت بس کردیم طرف تب راضی بشه. بله حالا من این ترندی که شده رو دارم میخوام بگم، این ترند اینجوریه که میان خانواده عروس زمین میده به دخترش، یعنی پدر عروس زمین میده دخترش به عنوان حالا بعداً استفاده بکنه اینا. شما میدونید که توی زمین هر چیزی رو بسازی حتما باید به اسم مالک زمین بشه و طرف میاد یه آپارتمان میسازه، زمین مثلا هست 300 متر، قیمت زمین هست مثلا 3 میلیارد. بعد اون شوهر خانواده، من خیلی دیدم تا نزدیک 30% کیسا اینجوری بود، یعنی ساختمونایی که هست 30%ش میاد به اسم این که چون زمین خانومشه به هر حال اون زمین آورده، منم میخوام اجازه در واقع هزینه ساخت و پرداخت بکنم، میاد توش مثلا 6-7% میسازه و حالا یه ضرب و جمع بکنیم اینا یه چیزی هلوهوش 2-3 برابر قیمت و زمین در لحظه تمام شدن ساختمون، حالا بماند که ارزش افزودهش بعد از 6 ماه یه سال چقدر میشه. یعنی اون این آخرش هم ساختمون میشه به نام زنه. متوجه هستی چی دارم میگم؟ بله. از این کلک های اینجوری خیلی، حالا کلک که حالا من نمیدونم اسمش کلک باید گذاشت اینا، ولی به اسم این که پول تو و پول من نداره و نمیدونم با هم شریک هستیم و اینا، یه چیزی مال مفتی میارن وسط. خانوما همیشه یادم، شما گفتید که خانوما از ریسورس آقایون استفاده میکنن و خودشون میکشن بالا و بعد از اینکه دیگه اون ریسورس تموم شد، من دقیقاً دارم این مثالای چیزش هم میبینم، حالا اگه خواستیم با هم صحبت کنیم، وقتی که دیگه مطمئن شدن که دیگه نمیتونن مثل اون، حالا واژه زالو واژه خوبی نیست، اون خون اون ریسورس رو به مکن میکننش مترسک، اون گوشه نگرش میدارن فقط به خاطر اینکه تو دود عروسی و زنگ به من صدام قطع شده بود. صدام دارید آبروز؟ الان بس شد. بله میکننش به اسم یه مترسک و حالا اون شوهرش باشه، طرف اگر بتونه تحمل بکنه که آخرش به سکته قلبی و به افسردگی و به این که چرا این مردا الان انقدر ناراحتن ختم میشه، بعد از یه مدتی بیخیال میشه، بیخیال که نمیشه در واقع چیز میشه، بی احساس میشه نسبت به اون رابطه و خیانت و اون داستانهای پیشش برمیاد، یا اگر هم طرف یه جو مردونگی توش داشته باشه که میره دنبال زندگیش که اینور رو باخته. حالا اون داستان زمینه رو گفتم که شما
در نظر بگیرید که طرف با یه همچین کلک‌هایی میان و وقتی باشون صحبت می‌کنید چون مالکین زیاد صحبت می‌کنن، یا آقا ولش کن بذار خفش کنیم تمام بشه بره پی کارش، ما که الان اینجا می‌خواستیم واحد بسازیم فلان، میگم آقا شما اومدی 3 برابر 4 برابر پول اون زمین پول ساخت دادی و الان ساختمونت به نام یه نفر دیگه است، چون زمین هر کسی به نامش باشه باید ساختمونم به نام اون باشه. میگه آره دیگه اون زمین آورد، فلان آورد، بهمان آورد، نمیدونم اون اینیشیال اوتلی به قول آمریکایی‌ها میگن اون سرمایه اولیه‌اش مهم بود و این داستانای اینجوری، و یا همچین کلکایی که اومدن در واقع بازی رو چرخوندن. و من می‌خواستم فقط بگم که گوشی دست هممون باشه. ببین البته شما تو این بیزنس هستی و توی این صنف این مطلب رو میدونی، توی کسی توی صنف دیگه باشه یه سری مطلب دیگه میدونه که ممکن شما ندونی، من ندونم، هر کسی توی صنفی میبینه که از اون زیر چه کلک‌ها و چه برنامه‌هایی چیدن که این پولا حرکت کنه و این پولا نمونه و مردم مجبور بشن که برن دوباره کار بکنن و خلاصه سلاخی بشن. واقعا ما نمیدونیم چند تا کلک دیگه پشت چند تا پرده دیگه هست، ولی چیزی که ما میدونیم اینه که یکی میگفت توی گیمی میگفتش که I don't know how it works but I know how to stop it. نمیدونم، میگه یه دستگاهی داره اشعه بد میده، میگه من نمیدونم این چجوری کار میکنه ولی میدونم چجوری متوقفش کنم. شما نمیخواد برید ریشه رو بکنید، چون هر کدوم از اینا دادگاه کشی های مفصل، کیس ها، مطالعات، جنگ ها، موفق شدن نشدن ها و هزار کار دیگه توش هست که تازه یه اینسیدنت مثل آب مش زدن با آب اقیانوس میمونه، یه اینسیدنت کوچیکه فردا برمیگردی همون صحنه نگاه میکنی انگار ننگاه که اتفاق افتاده. ما میگیم شما ریشه این کار رو بسوزون. You don't know how it works but you sure can stop that. یعنی باید بدونی که تو بری با زن کاغذ بنویسی تو درد سر افتادی، چون زن هیچ موقع نمیاد کاغذی بنویسه با یه مردی که نتیجه و ثمره کارش و داراییش و پسندازش بشه مال مرد. هیچ موقع زن این کار نمی کنه و علتش هم واضحه، به خاطر که زن مغز مرد نخورده که، و اصلا اگر هم بکنه اصلا برایش جذابیتی برای اون مرد برایش نداره، اصلا اتومات حالا نمیکنه شما... مسئله اینجاست که نمیکنه. بعد دیگه پشت اون که حالا این جذابیت داره یا نداره یه چیز دیگه است. شما ببین مرد، ببین یه ترند دیگه هم آبرز شروع شده، یه ترند دیگه هم که شروع، حالا ترند که نمیشه گفت، اونم من دارم میبینم اینه که یه سری بچه‌ها پتانسیل در واقع خودشون رو کشیدن بالا تو بازار رو دارن و به قول خودم تله بازار دارن و اینا فقط اون در واقع سرمایه اولیه رو ندارن. من بازم دارم کیسای رو میبینم، الان مثلا یه کیس جلوم هست، همین چند روز قبل دیدمش، طرف ازدواج کرده تو تهران، یه بالا شهر، خودش هم تهرانی و اومده شمال داره ساخت و ساز میکنه برای پدر خانومش. خانومش کجاست؟ خانومش تهرانه. نه با فاصله یه روز دو روز همدیگه رو نمیبینن، شاید با فاصله 20 روز یه ماه، من نمیدونم. اون موقع ما توی رابطه در واقع ریلیشنشیپ مستحکم بودیم، طرف یه هفته دو هفته ما رو نمیدید که هزار تا چیز میخواست، در واقع دلش یادش چی میگن، یاد هندستون میکرد و دوست داشت بپره با کسای دیگه. حالا این که مثلا شما قرار باشه یه ماه دو ماه خانمتو نبینی، اون یه شهر دیگه تو چه شهر دیگه، چه افتضاحی قرار است تو این در بیاد بمونن. حالا میخواستم اینو بگم، اومده بود با این پتانسیل، یعنی میان از پتانسیل بازاری دامادشون استفاده میکنن، میگن شما بیا اوکی ما بهت سرمایه میدیم و برای ما کار بکنه، که عملا تهش میشه در واقع اسلیو و یه دونه بردهداری نوینی که اونو وادار رو انداختن. و وقتی با این آدم ها صحبت میکنیم، گاوی که گاواهن رو میکشه، هر چقدر که اون گاو کشید اون گاواهن رو کشید، وقتی وایستاد گاواهن صاحبش معلومه، زمین صاحبش معلومه. باشون هم صحبت میکنیم، میگه آره من دارم برای فکر آینده هم که 5 سال 6 سال از این از به قول معروف میدوشم از خانواده عروس، خانواده زنم و با سرمایه اونا کار میکنم، من پتانسیل رو داشته دارم خودم رو میکشم بالا و در واقع از یه مرحله به بعد، از 5 سال 6 سال 7 سال به بعد درآمد منم میشه تقریبا مثل اونا و اونا دیگه نمیتونن همچین حرفی به من بزنن که شما از ما پایین تری از لحاظ درآمدی. و اونم جوابای خاص خودشو داره، میگم آقا شما اولا مثل همون خری که جلوش یه دونه هویج آویزون میکنن که یه میخواد بوده به اون هویج برسه. بله بله. بعد کسی که اونقدر سرمایه داره که شما رو آورده تو خانواده خودش، مطمئن باشید از شما خیلی وقتا زرنگتر یه جور برنامه‌ریزی میکنه که همیشه بهش محتاج باشه. واضحه.
این جنگ ببین آخه وقتی به تصویر کلی نگاه نکنی، بیگ پیکچر رو نگاه نکنی، نفهمی که الان مادرن ورلد، اوپن ورلد، اوپن ورلد ریلیشنشیپ، اوپن ورلد مریج، اوپن ورلد بزنس، اوپن ورلد ترافل، اوپن ورلد ایژوکیشن، همه چیز اوپن ورلده. اون وقتی که تصویر رو وقتی نبینی مجبوری با خیالات خودت بری، خیالات خودت هم یه وقت تو میبری شرق یا شمال، آخر معلوم نیست تو داری کدوم وری، چون راه نمیبینی. این هم یه سری بازیایی هستش که میخوان مردان نفهمن که داستان چیه، از ریشه چی عوض شده. چون اگه به مردا بگن که آقا از ریشه چیزی که عوض شده اینه که تو کنترل نداری، کنترل توئه که از تو گرفته شده. وقتی کنترل دست تو گرفته شده، تو هر جوری میخوای خواب و رویا ببین، حرکت کنی فرمون دست کس دیگه است. اینو باید مردا بفهمن که نمیفهمن. اینه که باید مردا بفهمن با کاغذ امضا کردن دارن از دست میدن، نه اینکه حالا من میرم تو این خونه این خانم روزی یه بار با من سکس میکنه یا دهنش بو پیاز میده یا نمیده، یا سکس هیجان داره یا سکس هیجان نداره. اصلا it's beyond the point. تو وقتی کاغذ امضا کردی کنترل رفته دیگه، بقیهش همه بی ارزش. هر چیزی که هست، هر چیزی هست یه تصویر هولوگرامیه که به محضی که کلیدو بزنی بغاحت کنی پوپ تصویر رفته. ایروز شما این صحبت بکنم؟ بفرما. اولا اینکه لذت میبرم صحبت بچه ها رو میشنوم. من دوست داشتم یکم راجع به تجربیات و تجربیات خودم و یک کوچولو مقایسه راجع به حالا دنیای دیتینگ و این نیو وردی که راجع بهش صحبت کردی صحبت بکنم. خیلی برام تجربه جذابیه، دوست دارم نظرت رو در خصوص حرفی که میزنم بدون. Bring it on. چیزی که هست، من خیلی دختر دیت کردم و حرفی که زدی گفتی اوپن ورلد، همیشه با خودم فکر میکرد. ببین روک بهت یه چیزی رو بگم، مثلا هر موقع یه ایده رو مطرح میکنی، من تو ذهنم با اینکه خیلی قبولت دارم و خیلی دوستت دارم، میگم بهروز این یکی رو دیگه اشتباه میکنه، اینو دیگه درست سر نمیادش. میدونی این حرف چندین میلیارد دلار تا حالا پول در آورده از جیب شنونده های پرچونه؟ حالا تجربه ها بهت بگم، بعد حرفاتو میرم تست میکنم. اینجوری نیست که یه چیزی بشنم قبول کنم، ولی خواه هر تستی هم نباید بکنی، های خودم به خودم میگم. میونه کلام علی آقا الان رو خط بود. دوستان عزیز جاده تشکر کنیم از دوستانی که محبت دارن به برنامه پرچونه کمک میکنن، کمک های مالی و همچنین با همکاریاشون با وقتشون. دوستانمون که روی پیپل کمک میکنن به شوی پرچونه، از همتون ممنونیم، از تمام زحمتاتون، از همه پولایی که میپردازید، از حتی یک دلار تا هزار دلار، هر چقدر که پرداختید، واقعا من ازتون ممنون هستم. همراهیتون برای شوی پرچونه واقعا بسیار بسیار با ارزشتر از مقدار پولی هست که شما میپردازید. دوستان ما از مسکو به ما کمک کردن، دوستان از جنوب آمریکا کمک کردن به ما، همچنین از دوستان که از انگلیس و اروپا. حالا دیگه من اسما رو نمیگم، شاید دوست نداشته باشن اسماشون گفته بشه، ولی به اصالت بگم که من ازتون ممنونم و از اینکه هستید و هوای پرچونه رو دارید ممنونیم، خیلی بیشتر از اینکه در واقع در مورد پول مسئله مطرح باشه، اینکه همراه ما هستید ازتون ممنون هستیم. صحبت کجا بود؟ کی داشت حرف میزد تا بریم دنبال بقیه حرف؟ من میخواستم دوتا تجربه مو بگم و نظرتو بپرسم. بفرم. من بروز جان میخواستم اینو بگم، این نیو وردی که میگی واقعیه، حالا تفاوتش با دنیای دیتینگ چیه؟ از نظر من و بعد بهم فیدبک بده. ببخشید من اوپن ورلد منظورم اوپن ورلد نه نیو ورلد. اوپن یعنی بی سر و ته، نه بی که قانونی هم توش نداره و هر کس قانونی رو که گذاشت همون روز قانونشه و تو باید انتظار همه چی رو داشته باشی، هیچ خط و چارچوب خاصی وجود نداره. حالا بفرمایید ادامه. بله مرسی بابت اصلاحی که کرد. خواهش. تفاوتش چیه؟ ببین تو دنیای دیتینگ معمولا روش کار به چه صورت بود؟ یه خانم و یه آقا همو میدیدن، از هم خوششون میومد، سعی میکردن که مثلا یه جلسه، دو جلسه، سه جلسه آشنایی پیدا بکنن، یه چیزی رو بسازن، حالا یه رابطه ای رو بسازن با هم دیگه، برن جلو.
من برداشتمو دارم میگم. اما توی این دنیای باز که تعریفشو برای ما اومدی انجام دادی، دیگه اصلا استیجی وجود نداره. یعنی برخلاف دنیای دیتینگ که مثلا میگفتن، خودت هم بارها تعریف کردی، من حفظم جملاتتو، میگفتی first phase like American says first phase second phase third phase، اصلا اینجا بیس و فیزی وجود نداره. حالا روش کار به چه صورته؟ شما مثلا یه خانومو میبینی، من تجربه هم بعدش میگم، یه خانومو میبینی و برخوردی که با اون خانوم داری دیگه به عنوان این نیستش که آقا مثلا به عنوان یه دیت شماره یکه دیگه، مثلا من بار اول این خانوم رو دارم میبینم، اصولی که تو دنیای دیتینگ راجع به دیت شماره یک بود انجام بدم. اگه این کار رو بکنی انقدر بد میبازی، حالا باختنی مسخره میشی به عنوان یه آدم قدیمی که آپدیت نشده تو یخ موندی بهت نگاه میکنه. آفری، من تازه دارم میفهمم که چرا مثلا 20 نفر رو تو کانادا دیت کردم، همشون منو گذاشتن رفتن. الان فهمیدم مسئله کجاست. من قوانین دیتینگ رو اجرا میکردی. قوانینی است که آدمای 15 سال پیش باید یاد میگرفتن. گیم 15 سال پیش بوده، الان شما داری اونو بازی میکنی. اشتباس. آره، بعد اینا با خودشون میگفتن چقدر این شخص بورینگ و قدیمیه، تو نکنه 40 سالته ما خبر نداریم. حالا کاری ندارم. من چند روز گذشته با یه دختر دیگه آشنا شدم. حالا تجربه هم بهت بگم، بچه هم بشتم، تجربه آموزنده ایه. همون استخری که من گفتم دوباره خب اونجا به طور مرتب میرم. یه دختر خانم خیلی جذاب، یعنی بهترین چیزی که بتونی تصور بکنی، خب تاپ ناچ اونجا بودش. منم رفتم و شروع کردم شنا کردن و اینا، منتظر بودم که یه سیگنالی به من بده که من ورها برم جلو همون کار خودمون انجام بدم. بعد گفت موزیک اذیتت میکنه یا نه؟ منم تا اینو گفت اصلا دیگه اصلا نشیدم چی میگه. همون حرفی که میزنی میگه خانمو حرف زدم بوغ، اصلا برای مهم نبود چی میگه، فقط مهم این بود که یه چیزی گفت. من رفتم جلو حرف زدیم، با خودم یه چیزی رو تو فکرم ست کردم. گفتم ببین رایان، هر چیزی که هستش همین قراریه که الانه، قرار نیست چیزی بعدن رخ بده، ادامه دار باشه، چیز مهمی باشه. هر کاری میخوای بکنی، هر استفادهی پلنی هر چی داری، همین الانه دیگه، بعدنی نیست. حالا من چیکار کردم با توجه به این تصمیمی که تو ذهنم گرفتم؟ شروع کردم با این فلرت کردن و حرف زدن و کار سکسی کردن، حالا در حدی که تابلو نباشه، از همون 5 دقیقه بعد از دیدنش. بعد این دختره، حالا فکر کن دختر آس مثلا شهر، اول یه کوچولو جیب جا خورد، یه کوچولو جا خورد، این پسره چقدر زود شروع کرد، مثلا ما 5 دقیقه از هم دیگر دیدیم، داره منو تاچ میکنه و میماله و از اینجور کارا. ولی بعد از 5 دقیقه 10 دقیقه خودش با زبون بدنش، با زبون بی زبونی یا هر چیزی، بادی لنگویج، هی به من اصرار میکرد که ادامه بده. ادامه من میفهمیدم از برخوردهاش و من این کار ادامه دادم و ادامه دادم و به خودم بعد بهش گفتم که ببین، من همین قراری که الان هست اصلا قراری نیست، همین الان اتفاقی هم دید. ولی گفتم من همین امروز تو رو حتما میبوسمت. خب بعد گفت او تو چقدر پررویی یا چقدر پسر بچه پررو گستاخی هستی. یعنی گفتم من این کار میکنم. حالا بهش گفتم من آدمی هم که اگه یه کاریو بخوام میکنم و تو هم میبینی که این کار میکنم. بعد خندید و اینا. گای نره، برخوردم چی بود؟ برخوردم این بود که همین الان با این دختره دارم، برعکس من هفته های گذشته که مثلا دسپرت میرفتم جلو به امید این که یه چیزی رو بسازم. این دفعه چیکار کردم با توجه به حرفایی که زدی؟ حالا با تونی هم خیلی صحبت کردیم، دمش گرم، اون موقع هم کلی لذت برد. من با این ایدئولوژی رفتم هیچی قرار نیست به دست بیارم، همین الان. حالا میدونی چی شد؟ برعکس شد. یعنی من توی اون همون یه باری که همو دیدیم انقدر کیف کردم، انقدر آب بازی کردیم و بوس کردیم هم دیگر و کار سکسی کردیم، بعدش هم به من اصرار کرد که تو رو خدا بازم بیا ما بازم این تجربیات رو بکنیم و کم بود و من بازم میخوام. حالا فکرشو بکن، من رایان 2 هفته پیش همین قراره با این دختر میرفتم، یعنی همین دیدار رخ میداد.
وقتی که دخترها بدونن برات مهم، حرف خودت ها، من دارم تجربه هم میگم که منم اینا چشیدم، این تجربه، این حرف که داری میزنی، وقتی از ته دلشون مطمئن باشن که برات مهم نیست، میخوان به تو ثابت بکنن که اونا مهم هستن. خب و تنها راه ثابت کردنش هم اینه که از جون و دل مایه بذارن. This is called one happy customer. حالا یه چیزی یه چیز جالب رو بگم بروزی یه چیز جالب رو بگم این تریک از امروز یاد گرفتم، تریک تاپ ناچیه. من با خودم میدونی چی گفتم؟ با خودم گفتم که این دختره برای من مهم نیست، پس اگه حرفای چرت و پرت رو به درد نخورم زد، وای نمیستم گوش بکنم. قبلا اینجوری نبودم. قبلا مثلا دیدی دیگه، زنم میشینن از هزار در حرف میزنن، مغز آدم رو میخورن. تو موقعی که تو بیزیشو نکنی با تاچ و بوس و این کاری که داشتی میکردی، فقط برای بعضی از بچه ها سوء تفاهم نشه، منظور ما این نیستش که شما در واقع بدون حد و مرز اگریسیو باشی، حالت متجاوز داشته باشه، حالت در واقع بذار من کلمه قشنگ استفاده کنم چون شما اون کارو نکردی، ولی این حالت نباشه که شما داری ایشون رو ابیوز میکنی یا داری ملست میکنی. باید در حدی باشه که همونجور که رایان گفت، با بادی لنگویجش، با رفتارش، با لبخندش، با خودش عقب نکشیدن، با اینجوری اینجوری نکردن تو رو متوقف نمیکنه. تا اون حد اجازه داری، حتما نباید رو کاغذ بنویسی، حتما نباید تلفن کنی اجازه بگیری. وقتی که به تو میگه نمیگه نه، وقتی نگفت نه، وقتی داره باهات میگه میخنده، با هم هستید، تو جای عمومی هستید، شما میتونی رفتارت طوری باشه، یه مقدار اگریسیو باشه، یه مقدار بی اهمیت و بی تفاوت، تا حدی که اون بهت بگه نه و خوشش نیاد یا حالا هر چی، اون وقت شما باید توقف کنی. سوء تعبیر برای بچهای جوان نشه که شما هر جوری رفتی جلو چون پرچونه گفته اهمیت نده پس اگریسیو بیش از حد باشی. بفهم را اینجور میگفتی بروز، یه تریکی که خیلی جواب میده اینه که اگه واقعا اون آدم کارهای شلو انجام میده یا حرفای به درد نخور از نظر تو میزنه، صرف این که دختره نباید چجوری بهت بگم، همینجوری مثلا من یه کاری که قبلا میکردم میگفتم حالا بذار حرفیشو بزنه، بذار بگه، ولی چیزی که ازت یاد گرفتم، انقدر شخصیت خودم برام مهم شده تو رابطه با هر کسی مخصوصا زنا، وقتی میبینم مثلا حرفای به درد نخور داره میزنه، اصلا مثلا داره از دختر خالش تعریف میکنه که مثلا چه بدونم لوازم آرایشی که گرفته فاسد شده، باورت نمیشه یه چیز شبیه این داشت من تعریف میکرد، آخه لباشو رژ زده بود، من بغل لباشو بوس کردم، بعد گفتم این چرا پاک نمیشه این رژ لبت، خاطره رژ لب دختر خالش رو کشید بسن. خب بیچاره رو دیگه هولش کردی دیگه، چرا چقدر توقع داری بابا، طرف بیچاره دیگه باش راه اومده راجب سوالی که تو کردی یه خاطره گفته به دیگه، چرا عصبانی میشی، بذار حرفشو بزنه بیچاره، بذار حرف بزنه، تا هم بقیه جاش امتحان کن به این پاک میشه یا نمیشه. بعد حالا گوش بده، بعد آخه من خودم خیلی خنده دار بود، بعد گفتم ببین نمیخوای بس بکنی، حالا به خنده گفتم، گفتم حوصله‌ام داره سر میره، انقدر دیگه راجب دختر خالت و لوازم آرایشیش حرف نزن. بعد گفت راجب چی حرف بزنم؟ گفتم راجب خودت حرف بزن، راجب این که همه تو استخر بود؟ بله تو آب؟ بله بله، خودش چه فیلم خوشگلی هم میشه. حالا بروز میدونی به من چی میگفت؟ میگفت رایان تو چقدر زیرابی رفتن رو دوست داری؟ تو چرا قدر زیر آبی؟ چرا روی آب نیستی؟ ولی خبر نداشت که من میرم خانم ایرانی زیرا... بود یا اینکه غیر ایرانی؟ دورگه بود، ایرانی کانادایی بود. آها من یه نکته میخوام سریع بگم، بذار ببین بروز چی میگه، بذار ببین چی. سومیش آرایان ببخشید cold heart truth، یعنی اینکه در واقع ممکنه به شما برم بخوره. اولی اینکه ما همه باید یاد بگیریم که یه بارم آقا بروز گفته بود همیشه باید تو هر سیچویشنی هستیم با طرف مقابل ما، اگر زن هست حتی سیچویشن های اجتماعی، یاد بگیریم که باشون فلرت بکنیم. یعنی فلرت کردن توی دیگری ها، توی لیول های مختلف رو، تا جایی که اون شرایط اجتماعی به هم نمیخوره و به ضرر ما تمام نمیشه رو باید یاد بگیریم. همیشه داریم با زنها صحبت میکنیم، باشون فلرت رو در واقع انجام بدیم. من اینا حالا به آبروز چقدر با این قضیه موافقه یعنی.
بستگی داره چی کار میخوای بکنی، ولی خب به صورت تو باید یه طوری رفتار بکنی که راحتی. یه موقع شما حرف نمیزنی نشوندنده راحتیه، طرف داره حرف میزنی شما حرف نمیزنی راحتی، یه موقع شما داره حرف میزنی راحتی، یه موقع به قول معروف میخوای طرف رو ببوسی، یه موقع باید با شوخی میکنی. بستگی نه، فلرت منظورم همیشه... فلرت فیزیکی منظورم نبود آقا بروز، فلرت متوجه هستم. باید چشمت همیشه باز باشه. شما باید مثل یه راننده که جاده رو نگاه میکنه، شما باید ببینی این جاده الان مستقیمه، این میپیچه به چپ میپیچه به راست، چراغ قرمزه چراغ سبزه. اگر شما اینو ببینی هیچ کس به شما نمیتونه بگه تندتر برو یا یواشتر برو، چون خودت میدونی داستان چیه. چشمت باید باز باشه، بادی لنگویج طرف رو ببینی، ریسپانسی که به کارهای تو میده ببینی، ولی نترسی. فکر نکنی برنامه طولانیه، فکر نکنی تو اولین پسری، فکر نکنی اولین دختره. تو کار خودت انجام بده، برو جلو تا جایی که بفهمی نه دیگه اجازه بهت نمیدن، اون وقت استاپ میکنی و طرف اگه خواست دنبالت میاد، نخواست میری، میدونی که وقتت رو نباید تلف کنی. منظورم تمرین کردن فلرت کردن با در واقع زبان بود که من یادم شما یه مثال قشنگی زدید سالها پیش، گفتید من همیشه سعی میکنم که خندوندن خانوم ها رو تمرین بکنم، حتی زمانی که تو آسانسور مثلا یه خانومی خندوندن همه رو، نه فقط خانوم ها رو، خندوندن همه رو، همه رو. بله اون تمرین کردنش بود. نکته دوم این که تو این صحبتایی که منو با رایان داشتیم قبل بعد از این شما قطع شدید، رایان اشاره کرد به اینکه در واقع جامعه کانادا خیلی میخوام رفتش بدم به داستان ایشون، خیلی جامعه‌ایه که در واقع زن سالار و مردها همه حالا پوسیفاید هستن و خیلی آدمای صورتی هستن و از این داستانا. من می‌خواستم بهشون بگم که دیگه روی این برنامه گفتم رو ایر بریم. آرایان، یکی از مشکلاتی که بچهای پرچونه این دارن اینه که این تاکتیک‌ها و این مردونگی که ما تو برنامه پرچونه رو یاد گرفتیم رو شما به محض اینکه فرصت در واقع تو ایران مخصوصاً شما فرصت این رو پیدا نمی کنید که در واقع در وسنتی یک خانوم به اندازه کافی قرار بگیری که اون تاکتیک ها، منظورم از مرحله فلرت به بعد نبود، منظورم این که اصلا تو چشم اون زنه شما خودتو جذاب نشون بدی. و این فرصت رو ما تو ایران خیلی وقتا پیدا نمی کنیم و این یه فرصت خیلی زیادی رو شما تو کانادا تو اون شرایط اجتماعی که برای شما فراهم می کنه پیدا می کنی که همین که مرد باشی یه درصد بالایی از جذابیت دوستش مونا در واقع اتوماتیک زدی. این یکی همین که شما دارید این کولد هارت روس قضیه است، شما همین که دارید این داستان خانم رو به دیتیل ما باید یاد بگیریم، روی این صحبت‌های کوچیک خاله زنکی هم خودش کار زنونه ایه. حالا تو برنامه پرچونه من نمیدونم چقدر این صحبت‌ها جا داره که شما بیایید دیتیل به دیتیلش رو تعریف بکنید، ممکنه برای دوستتون توی محیطی به چشم اون قشنگ بیاد که همون دوست شما هم نباید بشینه و پای صحبت‌های شما انقدر بابت ببخشید من دارم میگم، میخوام بگم اون دیتیل‌های کوچیک که شاید تو برنامه پرچونه من یه بارم تو برنامه گفتم قبلا جای صحبت کردنش نیست. مثلا همین میتونه یه تئوری باشه که آقا شما همین که راجع به شروع رابطه میای با دوستت میشینی و سیر تا پیازشو صحبت می‌کنی داخل پرانتز، این شبیه کار دختراست و این وقتی کار دخترونه انجام میدی یه خانمی دو متری شما باشه، فامیل شما باشه، نمیدونم حالا هر کسی باشه، همکارت باشه، فلانت باشه، بشنوه، شما تو چشم اون آف میشه. و خانم‌ها جالبه برعکس مثلا آقای پرچونه، ما الان 13 سال 12 سال داریم دنبالش می‌کنیم و تو چشم ما یه احترام خاصی داره ایشون. اگه بیاد توی برنامه، الو، خیلی ممنون. آره توی برنامه آقا بروز مثلا منو چه میدونم منو هنگاپ بکنه رو من، یه کاری انجام بده که حالا به هر دلیلی، خب ما تو مردها تو چشم ماها نمیایم اون 13 سال احترامی که براش قائل بودیم تو چشم بهروز خود من قائل بودیم و بذاریم پایین، بگیم آقا اونجا من بی احترامی کرد، پس اون 13 سالی که من ازش احترام دیدم، اون 13 سالی که من در واقع I've been looking up to him بودم، در واقع یه احترام خاص تو چشم من قائل بوده، به خاطر این حرکتش پاک بشه. ولی زنا اینجوریه، یعنی شما همیشه باید اون لول مردونگی خودتون رو، حالا هر کسی بیاترید به یه حدی، من نمیگم من خیلی مردتر از شما، شما بلد نیستی، اصلا همچین چیزی نیست، شما باید همیشه یاد بگیریم ماها، ببخشید من یه خورده هیجان انگیز شدم، هیجان زده شدم، که این گیم ها رو، این بازی ها رو، این مرد بودن رو، حالا از اطرافیان، حالا هر از ریسورسی که هست اون بحثش جداست، یاد بگیریم و همه رو آپکیپ نگه داریم. متأسفانه یه بار تو مثال رقص، یعنی میخوای بگی راجبش حرف نزنیم یا که دیتیل نگیم، منظورت چیه؟
نه نه منظورم به اون تئوری به دیتیل صحبت کردن راجع به شروع رابطه با این بود که رسیدم به اینجا. میخوام اینو بگم که اون همکار شما اگر تو اون همکار شما رایان اگر تو دومتری شما خانم باشه و شما در حال تعریف کردن به این حد اندازه دیتیل، مثال دارم میگم، برای دوست پسر خودتون باشید یا همکار مرد خودتون باشید، این تیکه وقتی تو ذهنش پاک بشه مهم نیست چقدر قبل شما سیستم مردونگی رو میدونم چی میخواد بگه. بهروزم من متوجه حرفت هستم. در واقع نشون میده که این داره با این آب و تاب تعریف میکنه، معلومه که خب تا حالا نکرده این کارا، یا تازه وارده، یا بی تجربه است، یا مثلا این حالت براش خیلی عالی بوده که مثلا یه دختر بوسیده و اینا. این ارزش رو در نظر اون زنه یه خود ممکنه کم بکنه یا اون جذابیت کم بکنه، من اونو میفهمم. ولی مطلبی که اینجا داره صحبت میشه، در واقع آقای رایان داره میگه که من وقتی برعکس اون حالت قبلی خودم رفتار کردم، استپ بای استپ چجوری دیدم که به من فریدم میده. من اونو به این معنی برمیدارم. تا اینکه بخوام بگم که مثلا ایشون تا حالا کسی رو نبوسیده و حالا دفعه اول خیلی به هیجان اومده که یه نفر بوسیده داره واسه من تعریف میکنه، یا این طرفو بوسیده یا اون طرفو بوسیده. موضوع این نیست. من اینجوری این برداشت میکنم که ایشون میخواد بگه با توجه به روش قبلی خودم و روش جدید، با این اتفاقاتی که افتاد که قبلا نمی افتاد به این ترتیب، حالا ممکنه دختری رفته باشه، سکس داشته باشه، بوسیده باشه، ولی به این ترتیب و به این راحتی و به این سادگی و راحتی اتفاق افتادن نشون دهنده عوض کردن اتیتودمه و روش فکریمو عوض کردم، که این دیتیلا رو در واقع میگه. من اینجوری میبینم، ولی حرف بهروز خانم قبول دارم، این نباید یه روشی باشه که آدم هی بخواد پیش همه بگه، چون هر دفعه که میگی در نظر دیگران میگن که چه بیگ دیل به نظرش اومده مثلا بوسیدن یه دختر. نکته بهروز خان کاملا واضحه. من صحبت کنم؟ بفرمایید. یکی این که حرف بهروز خان که فیدبک داد قبول دارم دقیقاً، اما اینو در نظر داشته باش که اینجا کلبه امن ماست، یعنی منی که دارم اینجا تعریف میکنم فقط اینجا تعریف میکنم. بله. خب و پیش استاد خودم دارم تعریف میکنم. خواهش میکنم. اینو اصلا بذار کنم. حالا در خصوص این که من انقدر هیجان دارم، هیجانه به خاطر اون اکشنه نیست یا به خاطر اون چیزی که تعریف کردم نیست، به خاطر تغییریه که دارم مشاهده میکنم، به خاطر نتیجهیه که داره جواب میده، به خاطر ایدئولوژیه که داره کار میکنه. این هیجان از اونجا داره میاد. و ببین بهروز، من یه چیز دیگه هم فهمیدم خیلی برام اینم با ارزش و هیجان انگیزه. من تا همین دو سه هفته پیش زیادم ازش نگذشته، فکر میکردم تو جوامع حالا مثلا فمینیست یا جوامعی که زنا قدرت برتر رو دارن، فکر میکردم اونجا اگه تو هم مثل زنا مثلا نرم و لطیف باشی، یعنی مردونگی خودتو بذاری زمین، مثل زنا برخورد بکنی، نه متوجه منظورم هست، یعنی با قوانین اونو بازی بکنی، نه که زن بشی، با قوانین دنیای زنونه زندگی بکنی، عزیز بشی. من خودم همین کارو میکردم. اما الان با خودم گفتم what I have to lose, like let's give it a try. گفتم respect. That's what you got to lose. Your respect. میگن live with a woman, live like a woman. میگن خب چه اشکالی داره آدم با یه زنی زندگی میکنه مثل اون زندگی کنه. respect تو از دست میدی، احترام تو از دست میدی، که اگه بخوای خودتو بذاری پایین، فرمولای مردونه رو بذاری پایین و مثل زنا بازی رو انجام بدی، اون وقتی که دیگه نه زنی نه مرد. This is what you gonna. حالا یه نتیجه یه میخواستم بگم. بفهم. بفهم. Dogs like steak. Dogs don't like bones. But dogs settle for bones. یعنی همین که شما مردونه در واقع برخورد میکنید جلوی زنا، همین قدری که برنامه پرچونه شما تو شما تغییر ایجاد داده، و این تغییره با اون سرشت مردونهی که تو شما سالیان سال توی وجود شما خفته بوده و اون جامعه با اون در واقع تبلیغات و پروپاگاندا و هر چیزی که اسمشو میذاری نذاشته که شما اون راه مردونه خودت رو بری و اصلا اون راه رو پیدا نکرده بودی، الان بعد از این همه سال من و شما داریم اون راه رو میریم، یه لذت وحشتناکی از داخل به ما میده. این زنها هم براشون مهم نیست، اونا هم اون سرشت زنونهشون they are craving for real men. در واقع اونا اون سرشت زنونهشون به محض اینکه مردونه باشون برخورد بکنی، 30 سال، 40 سال، 50 سال هم توی یه جامعه مثل کانادا که در واقع همشون کاسلیستن، حالا اونجوری که شما میگید، اونجوری که ما شنیدیم،
یه جامعه درصد بالاییش، اینا در واقع اون سرشت درونی خودشون دقیقاً میاد این لاین میشه با اون مردونگی و در واقع جواب میده. حالا من نمیدونم مطلب رو رسوندم. من یه جمله ای خواستم بگم تکمیلش بکنم. خواستم بگم که حتی، یعنی حتی که چه عرض کنم، تو جوامع زن دوست و فمینیست هم مردونگی به قدری انجام دادنش و بودنش ها روی کاغذ و توی میدیا میگن نباش، ولی وقتی انجامش میدی، وقتی هستی، به قدری جذابه، به قدری مورد احترامه. یعنی مثلا من تو ایران که بودم به بهروز گفتم مثلا ما بچه های بازار میگشتیم، بچه های بازاری، بچه های حالا به اصطلاح لاتولوت میگشتیم، تو ایران عادی بود خب، ولی تو اینجا عادی نیست، اینجا مثلا نرم نیست. اما من همون روش که بچه های جنوب میگشتم و مثلا بچه جنوب شهرم بودم چرا، همون روش رو اینجا دارم پیاده میکنم. یعنی همونقدر میگم گستاخ، اما نه گستاخی که بخوام به کسی مثلا آسیبی برسونم یا ناراحتش بکنم، ولی گستاخی، پررویگری، جاه طلب بودن یه مرد رو وقتی به نمایش میذارم به قدری احترام میگیرم، یعنی مردم با چشماشون تحسین میکنن. مردم بهت حسودیشون میشه که نمیتونن اینجوری باشن. و دوستان عزیز من باید عذرخواهی کنم چون ساعت از 11 گذشته، بحثا جالبه و ایشالا دفعه بعدی، دفعات بعدی ادامه میدیم. اگر که صحبت ها تموم شده ایشالا ما یواش یواش خداحافظی بکنیم و بریم برای هفته آینده. من یه جمله بگم بریم. بگو. بروز اگه میشه بی زحمت برای هفته بعد اوپن مایک بذار، من دیگه سری چیزها رو خیلی دوست دارم ازت بپرسم. چند تا مسئله مختلفه، یعنی توی یک کاتگوری نمیمونه. ایشالله توی واتساپ مسیج بدین، با هم صحبت میکنیم و ایشالله هفته آینده هم دیگر میبینیم. خیلی ممنون از اینکه تو برنامه شرکت کردین و هفته آینده منتظر تو هستیم 9 شب به وقت لس آنجلس. از کسانی که تو برنامه اسپانسر بودن شرکت کردن، کسانی که تو پیپل برامون پول فرستادن و کسانی که میخوان به صورت ارز دیجیتالی برامون بفرستن، آقای آریا که ارز دیجیتالی رو در واقع برامون ستاپ کرد، خود ایشون هم کمک کرده توی ارز دیجیتالی و دوستان دیگه، شاپور خان خودش تو ارز دیجیتالی مبلغ زیادی رو کمک کردن و دوباره هم کمک کردن. اتفاقا شاپور خان زمینی که وقت خودشون میذارن برای برنامه، کلی هم از مالی کمک کردن که ما ازتون ممنون هستیم. ضمن اینکه دوستان عزیز میتونید با شماره تلفن 310-896-7524 با ما تماس بگیرید، جزو گروه واتساپ بشین و اگه خواستید از شو پرتون حمایت بکنید به هر طریقی که براتون راحته، هم حسابای بانکی هست، هم پیپل هست، هم ارز دیجیتالی هست و شما میتونید تو این برنامه نقشی داشته باشید از لحاظ هزینه ها. اگه دوست داشتین برنامه داشته باشین، شما هم گوینده باشید، شو داشته باشید، ساعتی از این برنامه، از این تلویزیون رو برای حرفایی که واقعا جای دیگه نمیشه گفت استفاده کنین و حرف خودتون رو بزنید، باز خوشحال میشیم، مثل دوستانی که شرکت کردن، خانم لولو. با عرض سلام، موضوع امروز برنامه هست زنان و سکس. آیا سکس به اندازه‌ای که برای مردم مهمه برای زنان مهمه؟ یا اینکه آیا زنها همون اندازه‌ای که مردا سکس رو میخوان؟ اگر استثناها رو در نظر نگیریم و به قضیه به طور عمومی نگاه کنیم، جواب این سوال منفیه و براش اثبات زیاد وجود داره. اثبات شماره 1: اگر اینطور بود، تعداد مردهای سکس فروش در سراسر جهان با تعداد زنان سکس فروش برابر بود. زنها به طور عمومی حاضر نیستن که در ازای رابطه جنسی با مرد پول پرداخت کنن. اگرم یه همچین زنی وجود داشته باشه، احتمال خیلی زیاد شما حتی حاضرین یه پولی بهش بدین که از اتاق بری بیرون. در ضمن، شما هیچ وقت دو تا خانم مجرد و برازنده رو در حال مکالمه با هم نمیبینید که مثلا یکی به اون یکی بگه خیلی وقت خبری نیست، یه دو سه ماهی پولمون رو جمع کنیم با هم یه سفر بریم تایلند و از آقاهای تایلندی اونجا ماساژ دریافت کنیم. اثبات شماره 2: هیچ کتاب و
یا هیچ کانال یوتیوبی وجود نداره که به زنها تدریس کنه چطور یک حرمسرا از مردهای متفاوت برای خودشون دست و پا کنن، در صورتی که برای مردها خیلی از اینجور چیزا وجود داره. بذارین یه مثال براتون بزنم. تصور کنید که یه آقای خیلی کارکشته‌ای توی یه مجلس مردونه نشسته و داره با کمال افتخار میگه که در طول زندگیش با 100 زن مختلف رابطه داشته و در حال حاضرم 5 تا دوست دختر داره. همه مردای اون مجلس حسادت میکنن به این آقا. یکی در میاد میگه آقا دست راستت پشت سر ما، یکی دیگه میگه آقا ما رو به شاگردی قبول کن، و یه پسر جوونی هم از اون ته میگه من وقتی بزرگ بشم میخوام بشم عین شما و غیره. حالا تصور کنید یه خانومی توی یه مجلس زنونه نشسته و یه همچین چیزی رو میگه که مثلا این خانوم در طول عمرش با 100 مرد مختلف رابطه جنسی داشته. نه تنها هیچ زنی توی اون مجلس به این خانم حسودی نمی‌کنه، بلکه ملامتش هم می‌کنن و مؤدبانه‌ترین چیزی که ممکنه بهش بگن اینه که خاک بر سرت که یه دونه‌شون هم نتونستی طول کنی. اثبات شماره 3. اگر یه همچین چیزی وجود داشت، تعداد زنایی که به مردا پیشنهاد رابطه می‌دادن دقیقاً برابر با تعداد مردایی بود که به زنا پیشنهاد رابطه می‌دادن. در صورتی که اینطور نیست. مردا برای برطرف کردن نیاز جنسیشون حاضرن با یه زنی رابطه داشته باشن که خیلی چنگی هم به دل نمیزنه. ولی زنا حاضر نیستن این کارو بکنن. چون اگه اینطور بود، این سوال اصلا برای مردا پیش نمیومد که ما چیکار کنیم که این دختره با ما سکس داشته باشه، یا ما چجوری این دختر رو گول بزنیم که با ما سکس داشته باشه. خارج از یک رابطه محکم و یا ازدواج، سکس برای زنا حالت ریسک داره. درسته که در دنیای امروز راه‌های جلوگیری از بارداری وجود داره، ولی غریزه زنا اینو نمیدونه. زنا از نظر غریزی همیشه مردی رو انتخاب میکنن که به نظرشون ارزشش رو داشته باشه. هرچند از نظر فیزیکی رابطه جنسی هم برای زنا لذت بخشه هم برای مردا، ولی از نظر احساسی و غریزی برای زنا یکم موضوع پیچیده تر از این حرف هاست. به خاطر همین میخوام به آقایان بگم که اگر یه خانومی به پیشنهاد رابطه جنسی با شما جواب منفی داد، قضیه رو شخصی نگیریم. و بقیه دوستانی که مطالبشون رو میگن، صداشون رو واتساپ ضبط میکنن و به ما اجازه میدن واسه شون پخش کنیم، بر صورت شما میایید و این برنامه رو بهتر میکنید با هر قدمتون. از همتون متشکریم. ضمن این که talkontv.com، foodtv24.com، رادیو تلویزیون پنجره ها کسانی هستن که از گروه پرچون میدیا تلویزیون و رادیو خریداری کردن و شما سرتاسر دنیا میتونید بدون محدودیت شنونده یا بیننده تلویزیون این دوستان رو ببینید و رادیوشون رو بشنوید. زمینی که خودتون هم میتونید رادیو و تلویزیون با قیمت بسیار پایین داشته باشید، به خاطر که از ماه گذشته، از اول فوریه، ما سیستم CDN پرچون میدیا رو مستقل کردیم و این سیستم به طور مستقل توسط پرچون میدیا اداره میشه و از پرچون میدیا هست. به خاطر همین قیمت‌های ما کم که بود، هیچ کسی همچین قیمتی نداشت قبلن و الان با این استقلال 100% بازم به مراتب قیمت‌ها اومده پایین‌تر. بد نیست اگه تو فکر این هستی که تلویزیون داشته باشید، به شماره ما زنگ بزنید، یه سوال بکنید، ببینید که قیمت یک تلویزیون جهانی فول اچ دی حتی تا 4K بتونه پخش بده چنده و آیا شما میتونید یه همچین تلویزیونی بخرید، واسه تون قیمتش افوردبل هست یا نه. ولی فکر کنم باشه، به خاطر اینکه من که خودم پولی هم ندارم میتونم این کار رو انجام بدم، واسه حتما شما میتونید انجام بدید. 310-896-7524 تا هفته آینده یک شنبه 9 شب به وقت لس آنجلس. خداحافظ.